بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم هر جای دنیا که هستید اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقات بهتر در انتظارتون باشه. امروز یک چند دقیقه برنامه رو زود شروع کردیم، ضمن اینکه چند دقیقه برنامه رو دیر شروع کردیم. باورتون میشه روزگار غریبی است. از امروز صبح که ساعت در این قسمت از آمریکا یک ساعت عقب برده شده، بعضی از دوستان به اصطلاح ایمیل زدن که آقا کجا هستی، برنامه شروع نشد. گفتیم بابا امروز به جای دو قدیم سه قدیم که دو جدید. عجب، اون کسی که این فکر رو کرده اگه گیرش بیارن فکر کنم باید توی دادگاه محاکمش کنن که اینقدر آدم ها رو به اشتباه انداخته در طی این سالها و چه ضررها و زیانهایی به مردم جهان زده و حالا تصمیم گرفتن که برگردن به همون اول. حالا ما بالاخره نفهمیدیم که این ساعتی که الان اینجا 1:36 بعد از ظهر نیویورک یا واشنگتن هست ساعت حقیقی هست یا اونی که تا دیروز داشتیم که الان 2:36 بوده. در اصل شنیدم که در آمریکا هم میخوان به اصطلاح این کار رو استاپش کنن، توقفش بدن. و اما اجازه بدین همین اول برنامه از آقای اکبر آقا تشکر کنم که خیلی خوشحالم که با همه این نقنقای من ایشون دلخور نشده، ناراحت نشده و مثل یک دوست، مثل یک برادر ما رو تحمل میکنه و لطف کرده دو تا پیام گذاشته. من پیام ایشون رو پخش میکنم و همون مصاحبه غیابی رو با ایشون انجام میدم. اتفاقا به فکر این بودم که زنگ بزنم، بعد گفتم الان اگه زنگ بزنم نزدیکای ظهر کالیفرنیا و اینها میشه یا ممکنه مثلا موقع استراحتشون باشه و اینها، مزاحمشون نشم. اگه دوست داشتن میتونن توی برنامه زنده صحبت کنم. ولی من واقعا فکر میکنم این پیام گذاشتن خیلی راحت تره. من حرفای ایشون رو قطع میکنم یا اینتراپ نمیکنم، وسط حرفشون نمیپرم، ایشون هم قشنگ پیاماشو میذاره، بعد من اینجا پیام ایشون رو پخش میکنم و نظر خودم رو میگم. البته حسن دیگهش اینه که من میتونم هرچی دلم میخواد حرف بزنم، اون بند خودم حاضر نیست اینجا که بتونه بگه آقا چقدر حرف میزنید. ولی ای کاش همون ساعت چیز رو که گفتم، ساعت شیشه ای، حتما شما هم دیدید که دو تا شیشه هست کمر باریک، اینجوری شن بالا میشه به اصطلاح سر و تهش میکنن و میره. به بعضی ها میگن این شیشه عمر ما هست که اینجوری خالی میشه، وقتی خالی شد میذارن اون توی خاک یا میسوزونن یا هرچی، یه نفر دیگه یه جای دنیا به اصطلاح دنیا میاد تو زندگی میکنه. اونایی که فکر میکنن مثل بودا، اونایی که به بودا باور دارن فکر میکنن دوباره توی شکل دیگه میان و اینها، خب اینجوری با اون حساب 8 میلیارد جمعیت و اینا نمیشه. اگر تا پارسال 6 میلیارد بوده مثلا، تا چند سال پیش 6 میلیارد بوده و اینها به جای یکی دیگه میان که ادم نمیشه 8 میلیارد و یه زمانی 2 میلیارد بوده و اینها. در صورت صحبت ها خیلی زیاده. خیلی ممنون آقای زمانیان عزیز. من همین اول برنامه، میدونید که الان توی ایران حکومت نظامی شده و ما خبرنگار مخصوص فرستادیم ایران، از اونجا لحظه به لحظه گزارش میده. اجازه بدین من این ارتباطم رو وصل کنم با این دوستمون و پیام رو بشنویم. امیدوارم پیام درست، چون سه تا پیام اینجاست، دو تاشو هنوز نشنیدم. این یکی که از حالت به اصطلاح اضطراری و امرجنسی و حکومت نظامی در ایران این خبرنگار ما گزارش داده، با هم بشنویم. شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید، همکنون 14 آبان روز فتح ایران با جمعیت میلیونی توسط دکتر سایان. دکتر سایان پس از فتح میدان آزادی همکنون از پل کریم خان گذشت و برای پاکسازی صدا و سیما پیش می روند. همکنون رزمندگان دکتر سایان در حال پاک کردن زرشک می باشند. این روز را ملت ایران فراموش نخواهد کرد. گرامی باد قیام دکتر سایان.
خیلی ببخشید. خیلی ممنون از این خبرنگار ما، تنها تلویزیونی هستیم که خبرنگار داریم در ایران و میتونه خبرها رو مستقیم بگه. در چند روز گذشته حتما شما هم خبر فوت یا درگذشت آقای احمد آزاد رو شنیدید و باور کنید من برای یکی دو روز گفتم خب خدا رو شکر که این بنده خدا حالا اگه فوتم شد رفت. اولا اینایی که یه دردی دارن، مریضی دارن، بعضی وقتا واقعا وقتی خودشون هم دیگه میرسن به یه جایی که میگن بابا بریم راحت بشیم. ایشون 60 سالش بوده، 1340 تا 1400 میشه 60 سال. خب من خوانندگیش، مجریگریش اینا خبر داشتم، ولی میدونید که فردام اگه من بمیرم احتمالاً میگن این پدر ژنراتورهای برق ایران بوده، این پدر استاد ادبیات بوده، اینا بنده خدا گفتن نمیدونم دکتر فلان، مهندس فلان، نمیدونم یه بیستایی مقام و اینها. و جالب اینه که ایشون هم مثل آقای جمال وفایی هیچ وقت من فکر نمی کنم در خوانندگی هم اونجوری که باید و شاید موفق باشه. و حتی یه بار توی یکی از برنامه‌هاش گفت که ویتنی هیوستون شاگرد ایشون بوده. ویتنی هیوستونی که از بچگی با پدر و مادرش میرفته کلیسا، اونجا خواننده شده، آقای احمد آزاد ادعا کرد که شاگرد این بوده و هیچ اشکالی نداره. اولا من میتونم بگم که مایکل جکسون هم شاگرد من بوده، البته یکم خطرناکه چون مرده و رفته. تازه اگه زنده هم باشن، مثلا خواننده معروف کیه، بیلی جوئل کیه، بگم اینم شاگرد من بوده، کی به کیه. و در صورت خدا رحمتش کنه اگه خدایی وجود داره، اگرم نه که یادش گرامی باد. جالبیه که من گفتم خب خوب شد دیگه، این اقلا آمریکا بود و مرگش هم میگن سرطان بوده، دیگه ماجرای پرستو مرستو اینها نخواهیم داشت. شما این داشته باشید، ببخشید این چه صدایی ماشاءالله. خلاصه اینو داشته باشید. تا دیروز که یکی از دوستان برای من یک ویدیوی فرستاد از کوچه. دوستان این ویدیوی کوچه، این خانم دختر آقای توکلیه و من نمیدونم روزی چند ساعت وقت میذاره این برنامه رو بنویسه، ادیت کنه، درست کنه. در اصلت یه کار خیلی مشکلیه. به احتمال زیاد ایشون تنها نیست، کمک داره. حالا امیدواریم کمک های از ما بهترون نباشه، کمکی باشه صادقانه. تا اینکه برنامه کوچه آمد و گفت که این آقای آزاد مثلا دیروز پریروز نمرده، چند روز قبل مرده، ولی جنازه رو از اینجا فرستادن ایران، ایران توی اصفهان خاک کردن، بعدن اعلام کردن. به دلیل اینکه ایشون، حالا من نمیدونم منظورشون این بوده که توی مهمونی‌های ایران میرفتن میخوندن یا چون صداشون اونجا پخش میشده، چون همه آهنگایی که میخوند بیشتر راجب مستی و خوشی و اینها بود، ضمن این که خودش مشروب نمیخورده، اینم خیلی جالبه. و خلاصه این یه بند خدا رو نذاشتن بدون شایعه و پرستو و دسیسه و اینها بره. و جالب اینه که توی همون ویدیو خانواده ایشون، برادر ایشون میگه که دو روز تعطیلی بوده، بعدم خب الان به خاطر کووید اونایی که شعور دارن اینو اونو دعوت نمیکنن سر قبرستون و سر مرده شورخونه و مراسم تدفین و مراسم یادبود و اینا. اولا اگر شعورشون بالاتر باشه این مخارج رو میدن به افرادی که گرسنه هستن، بچه‌ای که مدرسه میخوان برن، اینها امور خیریه. اگه نه که خب خیلی ساده برگزار میکنن، بعضی هم حتی سودجویی میکنن، میگن خب چه بهتر که الان کوویده، ما میگیم به خاطر کووید برنامه نگرفتیم، چند هزار دلار یا میلیارد تومن نمیدونم تو ایران به نفعشون میشه. بگذاریم. این خانم کوچه چیه واقعا، کیه این خانم؟ میگه که احمد آزاد چون وصیت کرده بوده که ایران خاک بشه و اصفهان خاک بشه، دولت گفته به شرطی که این چیز باشه، بذارین اول خاک بشه بعدن اعلام کنید. دوستان من یه سوالی از شما دارم، چون یکی از دوستای ما اینجا همون سالهای اولی که من اومدم آمریکا بنده خدا توی مغازه ماشین فروشی بود، ابی اگه اشتباه نکنم اسمش بود، یا ابی یا یدی، فکر کنم ابی بود، آمدند و گویا ماشین خریده بودن برده بودن، بعد اومدن اون پولا رو گرفته بودن شوتش کرده بودن و
گذاشتنش توی یه تابوت و فرستادن. خیلی هم گرونتر از مسافر معمولی میشه، مثلا مسافر معمولی یک بلیتش $1,000، $5,000 گرفتم فرستادم. ولی من میخوام واقعا از شما چشتون رو ببندین. شما فکر کنید دولت جمهوری اسلامی هستی، اوکی؟ حالا سوربی وصیت کرده، یادتون یه دانشمند، یک ایران دوست، اونم وصیت کرده بود، یه آمریکایی بود که خیام شناس بود و اینها، اونم وصیت کرده اون منو مثلا اصفهان خاک کنی. بعد دولت گفت آقا اینجا که قبرستون نیست، هر کی وصیت کرد بیام خاکش کنی. مثل این مونی که من وصیت کنم آقا منو پایین تخت جمشید، نه چرا پایین، اصلا منو اون بالای تخت جمشید توی اون سالن آپادانا خاک کنید. بعدم بگم عجب مملکتی که به وصیت من احترام نمیذاره. در هر صورت حالا برگردیم از این وری بگیم، اگه من وصیت کنم که منو در شیراز خاک کنید، اصلا باید نامه بنویسم به جمهوری اسلامی یا به داداشم میگم، به مادرم میگم، به دوستم میگم، به فامیلم تو ایران میگم، یه پولی تهیه میکنم که اگر مردم اینجا منو سوار تابوت کنن و بفرستن ایران، اونجا هم اون که رسید دستش میره خاک میکنه. من نمیدونم، ما دوست داریم. هفته پیش یه دوست افغانی دارم، بهش گفتم الان که میمدم یه تکس برای من اومده بود که طالبان گفته مردا دیگه حق ندارن ریش بزنن. گفت آقای سوربی میدونی ماها ملت مریضی هستیم، منظورش ما ایرانی ها، خودشون مصر فلان، نه این کشورهای عقب افتاده، این کشورهای جهان سوم. گفت که خودمون شروع میکنیم همون قرم قرم میگیم تو گوش هم دیگه، بعد اون طرف هم میگه خب اینا همه قرم شدن، حالا ما بهشون میگیم قرم ساق. میدونید گفت که من اخبار، گفت اولا طالبان روش عوض شده به خاطر که الان دنبال پوله، دنبال اینه که قبولش کنن، به رسمیت بشناسنش و اینا، و خود مردم شروع میکنن یه شایعی رو. دیدید مثلا بنزین هک شده بود، مردم گفتن دولت میخواد بنزین رو گرون کنه. دوستان دولت اگه بنزین رو گرون کنه به 15,000 تومن هم برسه، هنوز دولت داره ضرر میده. برید نگاه کنید ببینید بازار دنیا چه خبره، و با این بدبختی که نصیب غیبت قیمت ریال شده، نمیدونم 27,000 تومن یعنی 270,000 ریال شما باید بدی تا یه دلار بگیری، ببینید از لحاظ چی چقدر، بعد از لحاظ تولید، از لحاظ فروش، اینا چه بازار افتضاحی این نفت و اینا. حالا این وسط هم یه کشتی میفرستن یواشکی میخوان با پرچم نمیدونم ویتنام و فلان، اون میگیره، اون یکی این دوزای دریایی. بعد این بی بی سی احمق یک بازنشسته ای را آورده بود، دریابان بازنشسته فلان. بعد اولا اون به جایی که بگه خب این پرونده هنوز دولت ما هیچی نگفته، من نمیتونم نظر بدم، هی نشه زرزر کرد. بعد تو صحبتاش گفت دریای عرب، بعد تو صحبتاش گفت خلیج. این زنه کم که نشسته بود اصلا بهش نمیگو آقا خلیج یعنی چی. بابا این بیچاره شاه یه وقت مصاحبه که کرد با مایک والاس، مایک والاس گفت خلیج، گفت وایسا تو مدرسه رفتی؟ گفت تو کتابتون تو جغرافی این پایین این آبه نوشته چی؟ گفت خلیج فارس. گفت خب چرا نمیگی خلیج فارس؟ میدونی؟ در هر صورت اینم ماجرای این کشتی و کشتی دزدی و کشتی فلان، اون وقت ماجرای نفت و مردم خودشون آماده میکنن. بریم سراغ اکبر آقای گل، ممنونم، و از حسین آقا فرزند ایشون هم تشکر میکنم، یه فرصت خوبی شد که من با ایشون صحبتی داشته باشم. آقای اکبر آقا دو تا پیام گذاشته، من سعی میکنم پیام ها که پخش میشه هیچی حرف نزنم، ولی نکاتی رو که ایشون میگه اینجا من مینویسم به عنوان سرتیتر یا به عنوان هدلاین دربارش صحبت کنم. پس شما هم بیننده برنامه سوربی با مردم باشید، همینجوری که اینجا میگه. شما هم لطف کنید این برنامه ها رو با دوستانتون به اصطلاح شیر کنید. بعد میگه که سلام، بازم چیش منو دور دیدی، باز شروع کردی. آقای اکبری امروز ساعت و اینجا یه ساعت بردن عقب، بعد من فکر کردم که خب من که اینجا هستم، بعضی دوستانم هی دارن تکس میزنن و نمیدونم مینویسن و فیسبوک پرام میزنن که آقا کجا هستی، من زودتر شروع کنم که دوستان بفهمن از امروز ساعت ما اینجوریه. الان اینجا ساعت 1:50 است، توی آلمان چقدر 5:50 است یا 6:50 است؟
عجب مسخره بازی در آوردن واقعا سر مردم با این ساعت جدید، ساعت قدیم، بکش جلو ببر عقب. حالا شانس آوردیم خیلی از این دستگاه‌ها خودش دیگه ساعت رو درست میکنه، ولی با همه اینا من امروز 3-4 تا ساعت رو مجبور شدم هی تنظیم کنم. اینجا 1:50 هست. حالا ببینیم که آقای اکبری چه ساعتی رو میگه، آقای زمانیان چه ساعتی رو میگه، که اینجوری ساعت آلمان و ساعت ایران هم داشته باشیم. در همین حین میریم سراغ آقای اکبر آقا که ایشون توضیح داده ربکا و چرا اسم ربکا رو انتخاب کرده و الی آخر. بشنویم. بله، اینجا الان 19:51. 19:50 یعنی 7:58 ساعت. شما 6 ساعت. عجب. حالا چون 1:51 هم، بله 1:51 هم میشه 13:51. پس با آلمان 6 ساعت اونها از ما جلوتر هستن، پیرتر هستن، با تجربه تر هستن. حالا ایران هم لابد یه ساعت نیم، 2 ساعتی بهش اضاف میشه. حالا از همه اینا که بگذریم، این ساعتی که ما اینجا هستیم اون ساعت حقیقی هست؟ ضمن این که ساعت حقیقی وجود نداره، قراردادی هست و ببینیم چی میشه. امیدوارم این قانون به اصطلاح اجرا بشه و دیگه ساعت عوض کردن رو بردارن. و پیام آقای اکبر آقا. آقای شربی، سلام. با ارادت، در صورتی که قابل پخش باشد پخش بفرمایید. ربکا بوشهری. ممکن است انتقاد کننده خوبی نباشم و دخالت در این مورد جسارت است، ولی رسانه معتبری مانند رسانه شما نباید کلمات غلط به نواهای ایرانی یاد بدهد. به هیچ وجه دعوی ادبی ندارم، هرچند که شاگرد کمالیم نه استاد کمالیم. دانستن یک کلمه و ندانستن آن دلیل بر فهم و کمدانی شخص نیست. درب و در هر دو درست است، ولی به جای خود. درب زندان اوین در یخچال، درب گاراژ در کمد، درب کاروان سرا در قابلمه و غیره. آقای مسعود کردار گرامی، دین فارسی است، نمیتوانیم ادیان با اون ساخت. ادیان غلط است. امیدوارم شب شما هم بدون جوراب نخوابید. در خاطرات هویدا هم داستان دزدان مردکشان جوزان کار اجنه دانسته. اجنه هم جنین است، جمع جنین است، و جن جمع و مفرد آن جنیست. شاعر محتدم با اون اشعار زیبا اولاغ یعنی مادیون و خر یعنی نرینه، کت خدا اولاغ برای تکثیر نگه می دارد. در کتاب خطی در زمان نادرشاه دیدم شخصی که با او ظلم شده بود نوشته من زن نادر به خر می کشم. در کتاب دیگر دیدم خر برای یک ماه به اخیه می بندند و زن نابکار وارونه بر اولاغ و خر را از اخیه باز می کنند و به جان اولاغ می اندازند. ربکا اچ دارد، نام زنی انگلیسی ناشناسی بود که با نوشتن ربکا میلیونر شد. همیشه اطلاعات کم در دسر می آورد. رمان جالبی است، اون را بخوانید. می دانید چرا شیرازی ها حافظ را بیشتر از سعدی دوست دارند؟ زیرا سعدی گفته برو کار می کن مگو چیز کار، سرمایه جاب. خب این پیام اول بود. من ماشاءالله اینقدر نوشتم که صفحه‌ام پر شده، صفحه کاغذ. حالا باز ادامه بدیم پیام دوم رو که بنده سخنان ایشون رو قطع نکنم. آقای صحابی نمیدونم از
مسعود کردار گرامی، دین فارسی است، نمیتوانیم ادیان با اون ساخت، ادیان غلط است. امیدوارم شب شما هم بدون جوراب نخوابید. در خاطرات هویدا هم داستان دزدان مردکشان جوزان کار اجنه دانسته. اجنه جمع جنین است و جن جمع و مفرد اون جنیست. شاعر محترم با اون اشعار زیبا، اولاق یعنی مادیون و خر یعنی نرینه، کت خدا اولاق برای تکثیر نگه می‌دارد. در کتاب خطی در زمان نادرشاه دیدم شخصی که به او ظلم شده بود نوشته من زن نادر به خر می‌کشم. در کتاب دیگر دیدم خر برای یک ماه به اخیه می‌بندند و زن نابکار وارونه بر اولاق و خر را از اخیه باز می‌کنند و به جان اولاق می‌اندازند. ربه کائج دارد، نام زن انگلیسی ناشناسی بود که با نوشتن ربه کا میلیونر شد. رمان جالبیستون را بخوانید. میدانید چرا شیرازی ها حافظ را بیشتر از سعدی دوست دارن؟ زیرا سعدی گفته برو کار میکن مگو چیز کار، که سرمایه جاودانیست کار. اما حافظ گفته بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، که نشارت ز جهان گذران ما را بس. ما بوشهری ها هم میگوییم سرخ، در اون سوراخ بود و من نخ ماهی گیری در اون سوراخ میکردم و گره میزدم و به اون ماهی میگرفتم. مردی رفت ثبت احوال که اسم زنش عوض کند. مأمور گفت سیمال که اسم قشنگیه، چرا میخواهید عوض کنید؟ گفت من بعدکارم، هر دقیقه شاگردم میگوید استاد سیمال را لخت کنم کمی بخند تا عمرت اضافه شود. با تشکر، توفیق و سلامتی شما آرزوی قلبی ماست. ممنونم از شما. همونجوری که متوجه شدین، چون ایشون پیام اولی رو متوجه نشدن که از کجا قطع شده، پیام دومی تقریبا به اصطلاح تکرار اونها بود و یه چند تا چیز هم اضافه کردن. یکی این که بوشهری ها هم به سرب میگن سرب، حالا کدومش درسته، سرب درسته یا سرب درسته؟ و اون ماجرای سیما رو لخت کن، این همین اسم خانوما که سیما هست، این جوکه جالب بود. ممنون، متشکرم. و شما توی این پیامتون راجع به آقای مسعود کردار دوبار گفتید که دین فارسی است، جمعش نمیشه ادیان، ولی نگفتید جمعش چی میشه، باید بگیم دینها. در هر صورت ممنونم، متشکرم، از شما یاد میگیریم. این که گفتید بخندید تا عمرتون اضافه بشه، حتما چشم این کار رو میکنیم. اگر افرادی که شما خب یه جنریشن از من جلوتر هستید، اگر پدران ما، مادران ما مثل شماها راز این به اصطلاح زندگی خوب کردن رو به ماها بیشتر یاد بدن تا ما هم اون انجام بدیم. در اصل شما دو بار گفتید که ربکا اچ دارد و یه طعنه هم به من زدید که افرادی که به اصطلاح نمیدونن خطرناکن. اینو آقای نظامی هم همیشه میگفت، نمیگفت افرادی که نمیدونن، میگفت افرادی که کم میدونن خیلی خطرناکن، مثل اینایی که مذهبی هستن. شما دیدید یک کتاب برداشته، خب کم میدونه ولی فکر میکنه همه چیز رو میدونه، مثل ترامپ که اصلا اهل کتاب خوندن نبوده، انقدر شاگرد بدی بوده که مخفی کرد نمره هاشو. اینا بگذاریم. ولی شما اگه یادم باشه یه روزی به من گفته بودید، حالا یا پیام داده بودید که ربکا رو به خاطری که اسمتون اکبر هست از این بریش گفتید ربکا، ولی حالا خودتونم میگید اچ داره و این یه داستانی هست. اگه این داستانه کسی میدونه و خونده و روی آنلاین هست لطف کنه برای من بفرسه، میخونم، ممنون میشم. شما توی صحبتاتون یه چیزی رو گفتید که اولش گفتید رسانه ها اگه کلمات غلط استفاده کنن، این کلمات غلط رو نوه های ما یاد میگیرن. دوست عزیز گرامی، شما از پسرتون سوال کنید ببینید ایشون برنامه های فارسی رو نگاه میکنه نمیکنه. من از پسر دخترم بپرسم ببینم اصلا برنامه های فارسی رو نگاه میکنن نمیکنه. اگر گاهی توی فیسبوک و اینستاگرام و اینها یکی از دوستانشون یه جوکی بفرسته، پدر و مادرها رو به شوخی مسخره کرده باشن که بابای من اینجوری حرف میزنه، مادر من اینجوری حرف میزنه، خوراک دادن بردم ایران، خب بردم تو مدرسه بو گند پیاز و بو اینا میداد، اونا ممکنه گوش کنن، ممکنه. تازه با
بازم گوش نمیدن. ولی اینکه شما فکر میکنید نوه شما بشینه پای تلویزیون و از من کلمه غلطی رو که مثلا باید بگم انعام بگم انعام یاد میگیره، من با شما اصلا موافق نیستم و فکر میکنم تازه اگر چنین اتفاقی هم بیفته باز اشکال از شماست. شما باید بهش درست رو یاد بدید. حتی اگر بشینی برنامه منو نگاه کنه غلط باشه، شما بهش بگو که ادب از که آموختی؟ از بی ادبان. این سربی یا سروبی غلط گفت که گفته انعام یا انعام، درستش اینه. بگذاریم، شما گفتید هم در درسته و هم درب. من دانشجو هم که بودم یه جا خوندم که درب اصلا غلطه، ولی تو فرهنگ تو لغتنامه و اینها هست. و اتفاقا هفته پیش یه دوستی دارم دکتر موسیقیدان و اینها هست از ایران، اونم نوشته بود آقا خانم ننویسید در. حالا شما مثال های زدید که میگن در این در به اون، حالا یکی دیگه اگه میخواد در این مورد صحبت کنه و اصلا هیچ اشکالی نداره. مسعود کردار گفتید دین و ادیان، خب چی بگن؟ ولی خوشم اومد که اون حالت شوخی رو دارید. شما هم گفتی اگه مثل سوربی بدون شب بدون جوراب نمیخوابید، و این چون من اون دفعه گله کردم از دوستان، گفتم خب شماها که بعضیاتون از ما قهر میکنید بدونی که بدونیم، میرید برمیگردید میان دور میزنید میبینید هیچ جام بهتر از همینجا نیست که اگه چهار تا کلمه‌رم غلط میگه اقلا با حسن نیت یا صداقت داره میگه. در رابطه با اجنه و جن و جنی و اینها، من میتونم به شما قول بدم که خیلی کلمات غلط هست که چون مصطلح شده اگر شما درستش رو بگید تازه کمدانای مثل من فکر میکنن که شما غلط گفتی. در هر صورت مثلا ما دیدیم میگه آقا مثل جن میره اجنه فلان اینها. حالا امیدوارم مردم که میدونن دیگه کلمه جن درسته و اجنه اونجوری چیز کنن. من تا حالا نمیدونستم الاغ رو فقط به مادیون میگن و خر رو به نرینه میگن. و دیروز یک عکسی پخش شده بود، اگه کسی یه لینکی بفرسته من نشون بدم، راجع به پلیس سوار. میدونید توی ایران داشتیم سوار نظام بعد پیاده نظام، که هنوز مثلا لشکر پیاده، خود من تو لشکر و تیپ پیاده خدمت کردم، از اون زمان اومده. ولی دوستان نگاه کنید واقعا اینا باید خجالت بکشن. رفتن یه خری، حالا شادم یابو آوردن، یه مردکه شکم گنده‌ای که از خره گنده‌تره نشسته روش، بعد زین نیست، یه چیزی مثل پالون، آخه اسبی که میخوان سواری کنن زین براش درست میکنن. فکر کنم هم اینجا بهش میگن، الان یادم رفته، اصلا تابلو داره بعضی جاها این با چرم زین درست میکنه، خیلی هم گرونه، مثلا 5000 دلار پولی زین، 3000 دلار بمانه. زین با پالون فرق میکنه. پالون رو خرای مینداختن که برای باربری و اینا بود، هر چیزی دم دستشون میمد هی گلیم پاره ای چیزی مینداختن که این پشت این خره بیچاره به خاطر سنگینی زخم نشه. این مردکه یه چیزی مثل پالون گذاشتن رو این خر، بعد حتی برای قلاده که نمیگن، چی بهش میگن که میگن افسار، برای افسار یه تیکه بند زرد این ور، یه تیکه بند سفید اون ور. واقعا آدم همینجوری که من با مجاهدین میگم، اینا کسی نیست که به خودشون بگه آقا این اصلا زشته. سه نفر آدم اومدین با یه خر، یه خری هم از ماشین میاد پایین بهتون سلام میده، بعد میگه حالا ما از روزی که بنزین تموم شده فکر کردیم که اگه بنزین بره یه جایی شلوغی بشه چجوری کنترل کنیم، رفتیم فکر این بودیم که حالا بیان پلیس سوار داشته باشیم. آخه این پلیس سوار، شما اینجا این پلیسای آمریکا وقتی میان، یک خانم کوچولویی نشسته روی اسب 7 فوتی، اصلا شما اینو میبینی 7 فوت 3 فوت هم اون خانم قسمت بالاش 10 فوت و شما مثلا نزدیک 6 فوت هستی، ولی این تو و خره که نشستین از من که قدمم خیلی بلند نیست کوتاه‌تریست. واقعا باعث خجالته و من نمیدونم اینا تا کی میخوان ادامه بدن تا برسن به اون روزی که یکی بهشون بگه آقا خیلی قشنگ مثل انسان بیاین بگید ما نمیتونیم، برید کنار.
این یک. شما راجع به شیرازی ها و حافظ و سعدی گفتید، امروز شما یا دیروز این پیام ها رو گذاشتید، روز خوبی بوده و روی مود یا حالت شوخی بودید، من از این بابت خیلی خوشحالم، باز هم بیشتر ممنون و متشکرم که با وجودی که من یه سری نق زدم و یه سری طعنه زدم و اینها، باز شما ناراحت نشدید و هنوز هم دوست و معلم ما هستید. خیلی ممنون، متشکرم. این ماجرای ربکا رو بیشتر توضیح بدید، شما خوشتون اومده از این داستان، از این شخصیت، به خاطر همین این اسم رو انتخاب کردید، چون ربکا اسم زنه تا اونجایی که من میدونم، ولی اچ نداره. ولی اینی که شما میگید، میگید نوشته و پولدار شده و ربکار هست، حالا یه مقدار بیشتر توضیح بدید ممنون میشم. این کاری که میکنید خیلی عالیه. 3 دقیقه پیامگیر ما 3 دقیقه پیام میگیره، ولی اگر با تلفن خودتون بتونید ضبط کنید بفرستید، اون به اصطلاح محدودیتی نداره. البته من پیشنهاد میکنم که شما اگه توجه کنید قسمت دوم پیام رو خیلی تندتر خوندید، چون هر چیزی محدود باشه آدم قدرش رو بیشتر میدونه، و چون اونجا متوجه شدید که این زمان محدوده، تندتر و مرتبتر توضیح میدید. آقای اکبری، اولا آقای زمانیان نوشتن ایران الان 10:18 ده شب، یعنی 22:18، البته چند دقیقه پیش بوده. در صورت وبسایت های مختلفیه، حتی ساعتات تلفناتون شما میتونید ورد کلاک بزنید یا ورد تایم بذارید، هر جای دنیا رو میخواین بهتون نشون میده که الان چه ساعتیه. من هر وقت میخوام یه جای زنگ بزنم روی وبسایت میزنم، روی اینترنت میزنم تایم، مثلا این ایران تایم، این لندن، قشنگ برام مینویسه چه ساعتیه. در فرهنگ فارسی لغاتی هست که در زبان مردمی جدا افتاده، مثل اسلحه کلاشنیکوف که به آن کلاشینکوف میگن. آفرین. این آقای آرنولد شوارتزنگر، شما آلمان هستی، اینم اتریشیه، اسمش شوارتزنگر هست، اینجا شده آرنولد شوارتزنگر. نگر اصلا یه توهینیه به سیاپوستا، ولی اون دفعه خودش هم خندید گفت حالا دیگه برادرای سیاپوست ما هم جزء خودشون میدونن، ما هم چیزی نمیگیم. بله، خیلی از این کلمات هست به کولر یا چیزی که آب سرد نگه میداره میگفتیم کلمن، در صورتی که مارکش کلمن بود، شرکت کلمن ساخته بود. با آب گرم کن میگفتیم دوترم، در صورتی که مارکش اون بوده. میگفت صندلی ارج، درسته که با بگیم صندلی تاشو یا صندلی فلزی، ولی چون سازندش کارخونه ارج و آقای ارج بوده اینجوری میگفتیم. مرسی از همه شما دوستان، ممنون و متشکرم. دوستان میدونید که در کار اختراع، آخه اختراع رو بعض وقتا ما با کشف اشتباه میکنیم. مثلا الکل توی دنیا بوده از روزی که شروع شده، بعد یکی کشفش کرده، چیزایی که وجود داره ولی یکی پیداش میکنه و معرفی میکنه به اون میگن کاشف، و اینم کشفش کرد. ولی اختراع چیزیه که یکی درست میکنه، مثلا پنکه اختراع یه نفر بوده، حتی باد بزن اختراع یه نفر بوده، تلفن اختراع یه نفر بوده. و ما میدونیم در کار اختراعات خیلی ها هستن، مثل ادیسون. ادیسون یه آدم کلاش و دروغگو و سوء استفاده چی بوده. امروز اگر از 80 میلیون ایرانی بپرسی مخترع برق کیه، میگه ادیسون، در صورتی که ادیسون نبوده. ادیسون از افراد بیچاره و بدبخت و دانشمند این وسایل رو میدزدیده، یا به مبلغ کمی میخریده، به نام خودش به ثبت میرسونده، رجیستر میکرده، پتنت میگرفته و این الی آخر. درباره میگه که اما باید بگوین فلاسک وقتی میگوین فلاکس. آها، حالا اگه من یه جا بگم فلاسک، طرف میگه آقا این بله، خیلی ممنون آقای زمانیان، متشکرم. آقا اون خبرنگاره، این دکتر سایان، آزیتا سایانو میگید یا این دیوونه جوونه رفتش دوباره؟ باز یه جا نوشته بود رهبر قیام 14 آبان، من نمیدونم
اینا بدبختا خب اینجوری هم نیست که دو تا دوست داشته باشن، دوستشون بهش میگه آقا دیگه خجالت بکش، سه بار این کاری کردی برو دنبال کارت، ولی دیدیم باز یه عده‌ای هم گفتن بله هی نگیم بیان فلان اینا، بعد دوباره گفتم حالا 14 آبان بیان ببینیم چی میشه. امروز داشتم برای خانم شیوا محبوبی مینوشتم، ای کاش خمینی هم کامپیوتر داشت، ای کاش همدستاش و رفقاش و همرزماش و همانقلابی ها اونا کامپیوتر داشتن. اگه کامپیوتر داشتن به احتمال 99% هنوز جلو کامپیوترها نشسته بودن و یه چیزای اینجوری. شما مثلا این عکس رو ببینید، من میتونم بیارم توی این، نه پاش اونجوری نشون میده، این عکس رو بهتون اینجوری نشون میدم. اصلا توی چیزهایی که دور میزنی میگی چه خبر شده، مردم دارن به کجا میرن، اصلا خودشون از خودشون میپرسن این کاری که من میکنم یعنی چی. از بیکاری مثلا نگاه کنید، این نوشته بود کامرای 3، نوشته اونی که تا تهش باهاته پاهاته، بعد یه مش شکلک هم کشته رو انگشتاش و انگشتای پاش. اصلا یعنی چی این لات بازی ها، لوس بازی ها، به سلامتی اونی که اینجوریه، به سلامتی اونی که اینجوریه، اینا یعنی چی؟ محمد محمدپور هست که کشته شد به نام فیلم سپید، به نام فیلم سپید دکتر ساکاریو. اصلا نمیفهمم چی میگه. میگم که شنیدم خلبان بوده احمد آزاد، راسته یا دروغ؟ آقا برو این فیلم کوچه رو نگاه کن ببین چند تا شغل راجع به این نوشته، و این منو یاد حخا میندازه. آقا اینجا هر کسی میتونه یه پول کوچیکی بده خلبان بشه. آقای رضا پهلوی هم اومده رفته خلبان شده. حالا ازش سوال کن از سال 1979 تا حالا چند از خلبانی درآوردی، چند ساعت پرواز کردی، توی لاگ بوک یا تو کتاب خلبانیت چند ساعت پرواز ثبت شده. آقا این مسخره بازه. آقای نادر رفیعی هم خلبانه. بعد خلبانی میگم، ما بعضی وقتا بچه که بودیم مثلا میگفت دلم میخواد خلبان بشم. یه وقت سوار هواپیما میشی از اینجا، مثلا من میرم آلمان 7 ساعت تو راه هستم، باور کنید من دلم برای این اینایی که خدمه هواپیما هستن، حالا باز اون خدمه ها که اون وقتا یه چیز دیگه بهشون میگفتن، حالا بهشون میگن فلای اتندنت، این زنا میان میرن، مردان میان میرن، را میرن. اون دوتا خلبانی بیچاره که نشستن اونجا اینجوری، و شما میدونی قدت از یه حدی اگه بلندتر باشه نمیتونی خلبان بشی، چون میگن اینایی که خلبانن اگر قدشون بلند باشه مثل که از لحاظ خون و این چیزا مشکل دارن. حالا این چیه که مثلا خلبان؟ خب مثل هر شغل دیگه‌ای میره یاد میگیره میشه خلبان، و اینایی که اینجوریان باید ازش سوال کنی آقا تو چجوریه که این همه شغل انتخاب کردی؟ یه نفر اگه یه عکسی داره از اونی که نوشته بود آقای احمد آزاد موسیقی ساز، مجری برنامه، تهیه کننده، خواننده، نمیدونم، آقا ما یه کار انجام میدیم، اگه یکی زنگ بزنه میگیم داریم رانندگی میکنیم نمیتونم حرف بزنم، اون وقت اینا این همه کار، این حقای دیوانه 28 تا شغل نوشته بود. من بهش گفتم خب آقا هفته 40 ساعته، شما که تو اروپا هستین که 30 ساعت بیشتر کار نمیکنی. الان شاهین دادش میره بالا میگه آقا من هفته ای نمیدونم 80 ساعت کار میکنم. راستی اوضاع رستورانت یا کافی شاپت یا پیتزا شاپت چجوریه؟ یک کمی هر هفته یه آگهی قشنگ خوشگلی درست کن، حتی با ویدیو خیلی کوتاه خودمونی قشنگ یه پیتزا رو نشون بده، بگو که مثلا این پیتزای قارچه اینجوریه اینجوریه، و بیاین امتحان کنید. بلد باش، تو هم مثل منی ها، اگه اینجوری پیش بری. من 2-3 تا شغل داشتم که در رابطه با مشتری بوده، بستم و در رفتم، الان کارهای انجام میدم که خودم هستم و خودم. دیروز یکی از دوستا به من زنگ زد گفت من میخوام 3 تا کار انجام بدم، یکی برم همبرگر فروشی باز کنم، یکی برم مکانیکی باز کنم، یکی هم برم راننده کامیون بشم. گفتم خب شما اولا هنوز با خودت داری به اصطلاح چی میگن کلنجار میری. کلنجار فکر کنم ما تو شیراز به خرچنگ میگیم کلنجار، نه درست میگم؟ حالا هرچی،
شما هنوز تکلیفت با خودت معلوم نیست که میخوای همبرگر فروشی باز کنی یا میخوای مکانیکی. و اولا مکانیکی این روزا با این ماشینایی که همش سنسور هست بهتر، اگه میخوای بری یک کلاسی که بهت یاد بدن این کامپیوتر و اون داینا سیستم و فلان اینا. این از گفت نه بریک عوض میکنم و روغن عوض میکنم و اینها. گفتم خب همونا، شما یه روز برو توی این جیفی لوب ببین چجوریه، چقدر مشکله. بعد همبرگر به این سادگی نیست که شما میگی نه من دوست دارم آشپزی کنم. گفتم آقا آشپزی این کارا نکنید دوستان. وقتی میرید مهمونی یه نفر یه چیز درست میکنه، آقا خوراکت خیلی خوبه، شما باید رستوران باز کنید. رستوران همه که میان تو طلبکارن، حالا طلبکار گشنه. مگه نمیگفتیم آدم های گرسنه دین و ایمان ندارن؟ طلبکارم ازت هست، نمیدونم این نمکش کمه، این فلفلش کمه و الی آخر. من این اسامی رو که میگم، من که میگم بسوزونم یعنی چی بسوزونم؟ من نمیفهمم. شاهین تلگرافی ننویسید دوستان، تو رو خدا. بله آقای چیز آقای احمد آزاد، میدونید اصلش سیستانی بوده، بعد اومدن اصفهان زندگی کردن، حالا نوشته بود که تو اصفهان اصلا مقبره خانوادگی هم داره. راجع به اختراعات صحبت میکردم، میدونید که اصلا داستان اختراع تلفن میگن یه آقایی بوده زنش زیاد حرف میزنه تصمیم میگیره، الان نمیدونم شوخیه یا واقعا درسته، تصمیم میگیره یه چیز درست کنه که از این اتاق با اون اتاق با خانمش صحبت کنه و خانمش نتونه بیش از حد صحبت کنه، این هر وقت میخوام مثلا قطع کنه. بعد یه مدتی خانمه متوجه میشه و اینو میفروشه 6 دلار. حالا شما ببینید این همه سال تلفن AT&T American Telegraph and Telephone اینا استفاده کردن، بیل نمیدونم سپرینت فلان ویسار، اون بنده خدا گویا 6 دلار خانمش اونو فروخته بوده. پیام 14 آبان آقای زمانیان، بعد نمیدونم ایشون خرچنگ کلنجار که بعد جدا هم نوشتن میگن کلنجار. یه آسیابی بود آقای اکبری، این شوهر همه من با برادراش آسیاب شیخ شریک بودن و اینها، و اون آسیاب ستایی و اینا که الان سنگاشو گذاشتن تو بلوار چمران، اون میرفتیم از بالای قصر و دشت یه راهی بود، بعد میرفتیم توی رودخونه، آن رودخونه خشک بود دیگه، میرفتیم اون وقت، بعد میرفتیم آسیاب ستایی و آسیاب شیخ اونجا بود و ما وقت میرفتیم موقعی بود که گندم میآوردن آرد میکردن، همونجا با اون آرد خمیر درست میکردن، نون درست میکردن. دیگه حوصله حالا این آردش خمیرش بر بیاد و اینا هم نبود، ولی نونی که درست میکردن دلیلش همین بود که ما گرسنه بودیم، بلند شده مثلا حالا وقتا اتوبوس واحد هنوز نیومده بود، با اون اتوبوسای بنز دود و اینها رفته بودیم تا فلکه قصد پیاده، بعد از اونجا رفته بودیم اون بعد گرما و گرسنه و اینها. یک چاه آب داشت، چاه نبود، یه جوب آب می اومد اینجوری میرفت که فشارش زیاد بشه بتونه این آسیاب و اینا رو بچرخونه، میگفتنش تنوره. میرفتیم تو اون تنوره شنا میکردیم، مثلا فکر میکردیم این استخر جهانی المپیک بمانه. میگه آقای سلوی، اینو اردشیر شیخی میگه، شما آدم با معلومات و با سوادی هستی و قدرت ذهنی انتباه و تحلیلتون خوبه، اما چون در کشور نیستید گاهی قفلتن از کنشی یا از کنشی جرعه کل میرسی، من جربه کل نمیدونم. آقا نیروهای ارتش از دیرباز گردان از سوار داشت و دارد و سپاه و نیروی انتظامی هم دسته های از سوار دارن. با احترام اردشی جان، همه اونا رو فراموش کن، شما برو این از سوار سپاه سوار نه پلیس سوار در بابل این رو چیز کن بفرست، من اینجا نشون مردم بدم و مقیاس اون آقایی که نشسته رو این خر یا الاغ، اسب نیست definitely، حتما این اسب نیست، اینو شما نگاه کن بعد به من بگو. حالا فکر کنید 4 تا جوان اومدن تو خیابون تظاهرات، این آقا میخواد با این الاغ بدوه، من قولت میدم جوانا با سرعت میرن، این هنوز الاغ زیر دست پا چی میگن زیر بدن سنگین این داره هنگ هنگ میکنه. قصر و دشت رو میگفتیم مسجد وردی ها، مسجد وردی فکر کنم پایین ترش بود،
در اصل یادش بخیر، اون درویش بچه مسجد وردی بود. درویش رو میشناختی؟ کشتیگیره. آره، من این افتخار داشتم با کرامت زرنگ، با درویش، با منجزه، با حسین، فامیلیش یادم نیست، کشتی بگیرم. بعدم چون دوران جوونی بود و اینا، یه دفعه من از 48 اومدم 57 با کارگر کشتی گرفتم، بعد با اسقر برنجی کشتی گرفتم. از اون ناتوا بودا، یعنی اصلا این مثل که بدنش از آهن بود یه جورای اینجوری. البته یه چیزی هم بود، اینایی که مثلا 62 کیلو کشتی میگرفت، خب یک مثلا 10-15 سال تو این سن بوده، ولی شما جوونی میای سنت میره بالا، همه هم بهت میگن چون جوون هستی وزن کم نکن، بعد میری میفتی به اینها. یا مثلا آقای قاسمی بود، این فکر کنم تو هوابرد بود، 57 بود، این اصلا اگه میگرفته پدرت در اومده بود دیگه، همش میگفتی خدا یا سود بزنن زنگ بزنن. یا آقای فرخیان، چند مدت پیش با آقای فرخیان صحبت کردم، فکر کنم پارسال بود، بنده خدا عصا و اینا هم دستش بود. امیدوارم هر جا هست خوب و خوش و سلامت باشه و بتونیم به اصطلاح باز هم افرادی مثل ایشون رو داشته باشیم. میگه که آقای صوبی، تو ایران وقتی تایپ میکنیم، وقتی میفرسیم، نوشته ها خراب میآید و این برای همه تو کل ایران اینطوره. آفرین. من به همین خاطر وقتی نوشته ای رو مینویسم، ازش عکس میگیرم، عکس رو میفرسم. دلیلش هم اینه، شما برای یه نفر میفرسی اون ورد داره مال مایکروسافت میرزچ به هم، یه نفر میفرسی اون فارسی گوگل داره میرزچ به هم، ولی اگر به صورت عکس، این که شما از این کاغذی که من نوشتم یه عکس بگیری بفرستی، دیگه اونجوری شما یا دیگران نمیتونید بگید که این به هم ریخته شده. من ندیدم، شاید حرکت فردی بوده و جنبه نان دارد. سوشال میدیای دیگر نه عزیز من، پلیس هم میاد و سلام میده و خبرنگارم باهاش مصاحبه میکنه، میگم بذار من پرس پیدا کنم. خب همین حسن برنامه ما و زنده بودنش اینه که من یه چیزی بگم، شمایی که تو ایران هستی بگی من ندیدم. ببینید، من اینجا بگم که شایدم گذاشتمش توی، بله بله، یک رسوایی جدید از مردان نظام در خیابان. اینها براتون الان ویدیو رو نشون میدم، امیدوارم که این چیز یقه ما رو نگیره. سلکت ایریا، همین برنامه کوچه هم بوده، همین خانمه که گفتم بهتون، من فکر میکنم این خانمه دختر آقای توکلی باشه، یه مدت هم با آقای توکلی آمد برنامه گذاشت، ولی خب میدونید که دوتا جنریشن مخصوصا اگه فامیل باشن نمیشه. حالا بیایم گوش کن عزیز من، آقای شیخی گرامی، فرخیان یادش بخیر خیلی حق کشی میکرد. من فرجام، آقای شکیبایی، آقای کشکولی و فرخیان مربیان بودن. فرخیان فقط، حالا که اینو گفتی دیگه من نمیتونم اون عکسی رو نشون بدم که دست منو برده بالا، ولی اون واقعا من، اون دوستم هم حسین بود، ازش برنده شدم. بعد فرخیان هم دست من همچین گرفته بالا، اون موقع فکر کنم 48 هم نبودم، ولی مجبور بودم 48 کیلو کشتی بگیرم. فکر کردم تا 3 روز این کتفم در میره. گوش کنید دوستان، ببینید. تبلیغات حکومت سالهاست که از واژه اقتدار به عنوان عاملی برای روبرویی. خب این خانمه حالا خیلی حرف میزنه، ولی بیا اینجا نگاه کن. مواقع قطعی بنزین مورد استفاده قرار گیرد. گرچه نیروی انتظامی بابل خود متوجه این نابسامانی خنددار در این نمایش نیست، اما در فضای نگاه کنید دوستان، اون پالون یا زین این اسب رو نگاه کنید. اصلا زین یه معنی و مفهومی داره، زین از این کوچیکتره، این دفنیتلی پالون بوده و اومدن روش یه پتو انداختن، اونم نه یه پتوی ارتشی که معمولا رنگ توسی داره. بعد ببین این آقا دوتا قبه، حالا من نمیدونم این سروانه چیه، چون رودوش بعضی ها نگاه میکنم میبینه آقای اکبری کار ما رو راحت کرد، میگه تو صفحه من هست که مقایسه کردم با پلیس آمریکا. خیلی ممنون آقای اکبری، اجازه بدید من بیام صفحه شما و عکس اسبای اینجا. من برای ورلد بانک میرفتیم عکس و فیلم بگیریم، آقا این پلیسا با اسبا که میان، اسبا هم واقعا ترین شده، آموزش دیده، ولی شما قیافشو که میبینی به خودت میگی هی آدم باش، و الا این با اسب میاد رود. حالا بریم سراغ آقای اکبری. حالا اکبری هستی یا شیرازی هستی؟
اکبری ببینم، نه اینجا که ویالون و میالون و این هاست، همچی موقع لینکشو بفرست. اون خانم چی هم داره کجا را میره؟ توی وین، نمیدونم کجا با خب تو این نیست. بریم سراغ اکبر شیرازی. اکبر شیرازی بفرما ببینیم اینجا هست یا نه. تک جرخ زدن و اینا رو هم ندیدم. نه لینکشو بفرست که من تا میزنم بیاره منو اونجایی که شما میگی. برای لینک هم اینجوریه که شما ماوستو میبری روی اون، رایت کلیک میکنی، مینسه کاپی لینک، لینکش برای ما که میفرسی تا میزنی میبرد اون تو فیسبوک صفحه شما اون. در اصل دوستان، حالا آقای شیخی شما خودت برو نگاه کن و ببینید که اینا چرا آبروریزی میکنن. صحبت از آبروریزی که میشه، آقای بایدن رفت این نشست G20 که اینا 20 کشوری هستن که تصمیم میگیرن و پول دارن و جلو رفته از صنعت و اینا هستن، ولی خود اینا 80% خرابی های دنیا از لحاظ گازهای چی بهش میگن گلخانه ای و فلان بیسار و اینها تقصیر اینا هست. از همه جالبتر، نه چین و نه روسیه نیومدن تو اون جلسه، حضور نداشتن. آقای بایدن هم که رفت بیچاره از خستگی خوابش بود. بله میگه این اسب یا استر چی به یابو میگفتن، مهم نیست عزیز من، مهم اینه که شما اون کاری که میخواد. ببینید مثلا اونایی که میرفتن امامزاده داوود یا یه جاهایی توی حتی ارتش، میگفتن برای بار بردن توی مناطقی فقط قاطر میتونه این کار انجام بده. پلیس از سوار، اونا پلیس از سوار ما، خیلی ممنون، این کار درست بود. من حالا بیارم بازش کنم، بذار اینجوری صفحه رو بزرگ کنم. مرسی، دست درد نکنه. به این میگن دوست خوب. خب کپچرم بیارم روی سلکت ایریا. آقای اکبری دوستان، اینم نشون میدم که بعد برید شما ببینید. میگه پلیس اونا، پلیس از سوار اونا، پلیس از سوار ما. ببینید مثلا یک زنی نشسته رو اسب، بعد زین اسب رو نگاه کنید، خود اسب رو نگاه کنید، بزرگیش رو نگاه کنید. حالا بریم جلو. این مال انگلستانه، چون اتوبوس دو طبقه دیدم و خب حالا کی میایم به بابل برسیم. بله نگاه کنید، این هم مال بابل. یه دونه، یه نفر نگاه کنید، شما افسار این نگاه کن. آقای شیخی درست میگه، نگاه کن. اولا کدوم اسب سواری افسارش اینجوری دو تا تیکه بند، اینوری زرد اونوری اینجوری؟ بعد نگاه کنید، من نمیدونم این باید سوار الاغ میشد یا الاغ رو سوار اون میکرد، چون یه عکسی هم هفته پیش اینور اونور بود که یه الاغی رو دوش یه جو. نگاه کن، من این بند زرد رو میگم، نگاه کنید انگار بند تناب رختشویی، اون وقت اینوری با این فرق میکنه. بعد معمولا اینا به هم چسبیده که شما اگه رها میکنی نیفته. من از همین از سوارا وقتی پیاده میشن این افسار رو از جلو اسب میارن میبندن به چوبی یا دم. آخه من نمیدونم والا، اینا اقدم ادعاشون میشه. حتما فردا این مرده به این چاغالو اگه مرد میگن پدر از سواری در ایران درگذشت. دیدید همه چی تو ایران پدره، پدر نمیدونم فلان، پدر شعر، پدر کاریکاتور، پدر. همین هفته پیش یه نفر دیگه فوت شد، اینم پدر کاریکاتور بود. آقای اکبری ممنونم. بعد آقای شیخی سوال ما رو با سوال جواب میده. ما میگیم بابا این چیه، شما میگین پلیس سوار، این سوار چیه؟ سوار بر اسب، سوار بر خره، سوار بر قاطره. و ایشون میگه این اسب یا استر یا از نمیدونم. آخه میدونید استر اگه بگید، استر اسم اون زنی هست که توی یه دوتا فیلم هم به نام اشتار میگفتن و همین استارباک مال همین کلیمیا، اون استر زنیه که اومده بود شد. ببین چه پادشاهی داشتیم. اولاغ نفهمیده که زنش یهودیه، بعد زن فامیلاش هم آوردن تو دربار، بعد که فهمیدن این ماجرای سیزر اصلا یک
خندش میگیره آدم. هفته پیش من با یکی داشتم صحبت میکردم، این هی به من میگه نه آقا خدا فلان. گفتم آقا شما به من بگو کدام یک از این داستانهای آفرینش رو قبول دارین تا من از همون سوراخ بشینم با شما صحبت کنم. آدم و حوا رو قبول داری؟ گفت بله. گفتم خدا نشست فکر کرد من دیگه الان همه چی رو درست کردم خوب، فقط یه آدم کم دارم؟ به فکر این نبود که اینو که دنیا میاره چجوری به اصطلاح تنهاییشو فلان. بعدن گفت اوپس خراب کردن، حوا رو آورد. بعدن گفت اوپس حالا اینا جفتگیری میکنن بچه دار میشن و بچه های آدم با همدیگه ازدواج کردن. آخه نکنید این، بندازید دور بابا، یکم برید منطق داروینه بخونید، نمیدونم فلسفه اونو ببینید، اونجوری ممکنه. آزمایشش هم کاری نداره، شما یکم آب بریز توی شیشه ای بذار بیرون، ببین بعد از 4 روز قشنگ میشه یه موجودی برای خودش. مگه این به من خدا گفته این کارو بکن؟ میرم آب میریزم توی یه چیزی میذارم اونجا، ازش ماهی درست میشه، قورباغه درست میشه، پشه درست میشه، از همون اون درست تره. بله اینم از این بیشتر قاطر بود تا اسب. آخه قاطرم باید یه جوری جوندار باشه که باربر اصلا. حالا من نمیدونم به جای این مردی که گنده، نمیدونستن یه آدم کوچیکتری بذارن. شما تو کار عکاسی، تو کار فیلمبرداری اینها، وقتی موضوع مقایسه میشه، مثلا اگه من میخوام این تلفن رو نشون بدم بگم خیلی بزرگه، میام به جای مثلا 2 تومنی 1 تومنی میذارم بغلش. میدونید گول مردم، گول چشم مردم بزنی، خطای چشم درست کنی. آخه این مرده که نشسته اون وقت فکر کنم رکابم نداشت، همینجور پاهاش اینجوریه. خب این اولین اتفاقی که میفته، اون از افسارش که بند رخشویی و اشتا آورده کرده افسار، این ورزرده. برو آقای شیخی خدا اینو نگاه کن، به اینا تماس بگی، بگو آقا خجالت بکشید. خب این چیه؟ بعدم دوربین و فیلم و خبرنگار تو خیابون از وسط ماشینا رد میشن، خبرنگار بدبخت نمیدونه با خر مصاحبه کنه یا با افسر مصاحبه کنه. دیگه حالا خر و افسر رو نمیدونم، اینا رو بذاریم کنار، نمیدونم چرا اینا این کار کردن. ولی حتی تجهیزات زین و یراق و نیروهای مربوط هم هر بخش آرم داره و کاملا کلاسیک. این رفتار برای خودم هم عجیبه. حالا خوشحال نیستی که امروز برنامه ما رو دیدی که بابا اینایی که ایراد میگیرن همه هم دشمن نیستن. آقا من جورج بوشم که بود بارها گفتم که این جورج بوش احمقه، مثل آخوندا میگه یا شما مخالف منید یا موافق منید. نه آقا من نه مخالف تو هستم نه موافق تو هستم. آقا میگه یا دشمن منید یا دوست منید. نه ما دوستت نیستیم، دشمنت هم نیستیم، ولی مخالف این خربازیایی که در میاریم. تو حکومت های دیکتاتوری جایی برای مخالف نمیذارن. این میشه آقا رفتن مادر ستار بهشتی بیچاره رو گرفتن. خب این که اون زندگیش اینجور، پسره که بدبخت تا یاد گرفت کامپیوتر چجور استفاده کنه 9 سال پیش زدین کشتینش تو 5 روز. اقلا این مادره رو یه جوری در رفاه آسایش، نمیخوام بگم تطمیعش میکردی، ولی هر بشری شما اگر براش یه خونه میخریدی، برای خواهرش هم براش خونه میخریدی فلانی بیساری، نه این دیگه راحت میشد که آقای نوری، محمد نوری بلند نشه سوء استفاده کنه. حالا مادره رو مثل که بازداشت کردن. آقا دوست عزیز شما طرفدار جمهوری اسلامی باش، هیچ اشکال نداره، ولی این همه اشکال تو 43 سال دیگه الان جوری شده نماینده مجلس میاد میگه این رئیس جمهور رو نگذارید حرف بزنه. اینو دیدید آقا؟ نماینده مجلس میاد میگه آقا شما حرف بلد نیستی بزنی، خب بده به یکی بنویسه تو بخون. این حالا خبر نداره که از رو خوندنم یه هنری میخواد و تمرین میخواد، چون یه چند بارم از رو هم نتونست بخونه. بعدم حالا که دیگه تو انتخاب شدی دیگه نمیخواد، تا میخوای مثل احمدی نژاد سفرهای شهرستانی رو ول کن بیا به درد مردم برس. مگه نگفتین تو 3 روز اقتصاد درست میکنی؟ اون مردکه رو بیار ببینم میخواسته چیکار کنه، جیمبل جنبه و جادو در بیاره تو 3 روز اقتصاد درست کنه؟ اقتصادم که اینه، شما چیکار داشتین بریم به مردم بگین سهام بخر، استاک بخر که الان بیان یقتونو بگیرن بگن شما گفتید؟ بزرگ تابلو زده امام نمیدونم عالی جناب فلان گفت برید شرکت کنید، اون روحانی به این وسیله پولای مردمو آورد تو بازار،
که دستشون خالی بشه، چون پول دوستان دست مردم باشه اشکال داره. همینجا پولای مردم رو به هزار دلیل، جایزه، نمیدونم استاک، این ازشون میگیرن. پول اگه دست مردم نباشه خیلی بهتره، هم برای بازار کار هم برای اقتصاد. خب اینجا نوشته بودم شاهین 2000 یه ویدیویی گذاشته، من ویدیوشو گذاشتم تو مردم ریپورت. یه نفر سوال کرده که آقا مردم ریپورت واقعا مال شماست؟ بله آقا، مردمریپورت.com اصلی واقعی سال 2009 بنده خریدم، شواهد و قرائن و مدارکشم هست. ولی بعدن این آقای کوین که حالا شده کاوه، اون موقعی که با ما بود کوین بود، حالا که رفته این برور مثل جنده ها، یه روز با بهبهانیه، یه روز با شهرام همایون فلان اینا، که با هیچ کنمشون هم نتونست کار کنه، حالا شده کاوه. اینم کاوه ما. این به دروغ گفت من مریضم، قلبم آب آورده، میخوام برم فلان اینا. وقتی رفت گفتیم برو، بعد که رفت مردم ریپورت داد نت را بود. من صاحب مردم ریپورت داد کام هستم. اگر کسی دنبال یه پورتال خبری هست، من حاضرم اینو منتقل کنم، چون دیگه من وقتی ندارم که هی بشینم این خبرها رو بفرستم. البته خبر فرستادن و گذاشتن کار ساده‌ای شده، یه چیزایی هست به نام RSS و اینا، ولی من دیگه اونا رو نمیخوام انجام بدم. میبینید من حتی برنامه خودم رو از 3 روزم کردم یه روز تا یه مقداری، 4 تا نوه دارم، 65 سالمه، یکم من به خودم برسیم دیگه، بسمونه. ما هرچی از ایرانی ها سود بردیم بس دیگه. 22 سال ما اون جوکه بود، طرف میگه میخوام میلیونر بشم، گفت آقا اینجوری که ضرر میکنی، گفت خب الان من میلیاردرم. ما آقا فقیر، این آقای عطابکی توی برنامه گفت این سوربی توی دهاتی معلم بوده، حالا آقای عطابکی من توی دهاتی معلم باشم، من افتخار میکنم، چون موقعی که تو هنرستان محمد رضا شاه و هنرستان طالقانی من دبیر هنرستان بودم، با جیانی که داشتم میرفتم اون کنجون کوهنجان، میرفتم اونجا به بچه ها روز جمعه که تعطیل بودیم درس میدادم. بعد هفته دوم سوم فهمیدم اگه اینا براشون خورما و شیرینی و اینا نبری، بدبخت ها گشنه هستن. من افتخار میکنم آقای عطابکی، شما به چی افتخار میکنی که فامیلیت عطابکیه؟ بزرگترین چیزی که تو زندگیت به دست آوردی چیه؟ اومدی اینجا درس خوندی؟ اولا چرا زمانش تو ایران درس نخوندی؟ مگه دانشگاه نبود؟ میدونم چرا درس نخوندی، قبول نشدی دانشگاه ایران. اوکی، اومدی درس خوندی، برگشتی رفتی شدی مدیر نمیدونم شرایتون هتل، مدیر فلان. همین پرسات کارمون خیلی خرابه و اینا. یا شیرین عقل هستن با قاطر شهروندی را برای تفریح سوار شده، یا قاطر شهروندی را برای نه آقا دیگه پلیس دیدی ماشین پلیس میاد وای میسه میاد به اونا سلام میده، حالا یکیشون شیرین عقله، اون ستایی که بغلش پیاده دارن راه میرن، این مرد اون فرماندهشون که با راننده اومده اونجا، اونو شما از اونوری برو تحقیق کن چرا اینا یه همچین کاری زشتی رو انجام دادن که آقا خانم کوچه بیاد برنامه بذاره. میدونید اینا بهانه میدن دست اینو. البته آقای اکبری یه چیزی باز روی فیسبوکش هست خیلی قشنگه، یه عکسی که 11 گرفته شده، خانمایی که فارغ التحصیل شدن بدون روسری عکس گرفتن، یه عکسی که 14 گرفته شده، خانمای مذهبی با روسری. بعد آقای اکبری نوشته که حکام دیکتاتور این کارو میکنن، مردم رو دو دسته میکنن تا مردم نتونن به اشکالای خود اینا توجه کنن. آفرین. براش هم نوشتم این کاریه که ترامپ هم تو آمریکا انجام داد، مردم رو دو دسته کرد، که هنوز میگن پولورایز، هنوز ادامه داره، برای که دیگه مردم نرن دنبال این که این پسرش چی کار کرده، دخترش چی کار کرده، خودش چی کار کرده، یعنی مردم رو منحرف میکنن. همون ماجرای تفرقه بنداز و حکومت کن همینه. دو تا عکس گذاشته آقای اکبری، اون پایینش هم عکس یه پسجایی که داره نمیدونم بازیاب نمیدونم یا گاری میکشه و فلان اینا. صفحه اکبری رو نگاه کنید، عکسای خوبی میذاره، چیزای خوبی مینویسه، فوش هم زیاد میخوره. خب ولی اسب شاه و اسدالله علم اسب بود، چون با اسب ها میرفتن خانم بازی، چه اسب هایی بودن. آره عکساش هم هست، اسب سفید، اون بدبخت هم فکر میکرد اگه سوار اسب سفید بشه، اگه اشتباه نکنم میگفتن اسمش هم گذاشته رخش، بعد اینم میشه رستم،
اینقدر احمق بود شاه، خبر نداشت که این داستان اسطوره است، نه رخشی وجود داشته نه رستمی وجود داشته، تازه اگه وجودم داشته باشه باید بیای حالا با این آقای ولیعت شمشیر بازی کنی بهش زخم بزنی، بعدم نوشدارو دیر میاد، این دیگه از بیسیگاری میمیره. خب من هم اشکالات را میپذیرم. آها بله، من هم اشکالات را یه به ازاگوست میپذیرم و در برابر مردم ایران شرمنده هم، با وجود که به قول بعد از 40 سال جانبازی همه مال املاک خود را فروختم و خرج زندگی کردم و مدت 20 سال چون کار میکردم حقوق جانبازی نگرفتم، ولی وقتی با عقل ناقصم به تفکر مینشینم به اینجا میرسم که دولت های دنیا زیر مجموع فرهنگ عمومی مردم هر کشوریست. آفرین. یکی از وظایف دولت پرورش مردمه، آموزش کار اداره فرهنگه، کار آموزش پرورش مردمه. آقا میگم من تو اروپا، آقای اکبری شما را هر شهری هستی، ما تو فرانکفورت اومدیم ماه آگست سال 1980، هتل تهران تو بالکنیش وای میسادیم نگاه میکردیم، بیدیم چهارراه به این بزرگی 100 تا چراغ قرمز و سبز، ماشینه میاد 2 صبح، خوابمون نمیبرد که، 2 صبح میاد وای میسه تا قرمز سبز نشه نمیرم. خب تازه از ایران اومدم، پرورش ندیده هستم، گفتم یه عجب احمقیه، من الان اگه بودم رفته بودم خونه هم رسیدم. بعد که خونه اجاره کردیم و بادکرسنا زندگی میکردیم، رفتیم اونجا دیدیم بابا شب تو تلویزیون نشون میده که خب سربی احمق اگر تو چراغ قرمز وای نسه بره، اون چراغ سبز بعدی خودش فکر نمیکنه که یه احمقی هم از اون ورداره میاد، چیکار میکنه؟ اطمینان من و شما رو به چراغ قرمز و چراغ سبز کم میکنه. ولی 2 سال پیش که اومدم بار دوم ماشین کرایه کردم، بهتون گفتم نیسان قشقایی، باورتون میشه؟ SUV یا همین شاسی بلند، دیدم نوشته قشقایی، گفتم این چیه؟ بعد دیدم نیسان قشقایی، اونو کرایه کردم، ماشین داشتم. اون وقت دیدم اولا رانندگی تو آلمانم بد شده، 2-3 تا دلیل داره، یکی این که بعد از ما آلمان غرب و شرق داخل شدن، بعد دیگه پناهنده منهانده زیاد شدن، کشورهای دیگه زیاد شدن، خب اونا هم رانندگی بعد خودشونو با خودشون آوردن و اینجوری شده. نظر شما چیه؟ اونجا رانندگی میکنی یا نه؟ چون پریروز یه فیلمی گرفتم از رانندگی از نورد کارولینا تا اینجا، آقای اکبری نوشته بود اگه ماشین دنده‌ایه ترمز وسطیه، نه دنده‌ای نبود، اتوماتیک بود. ولی یه چیز برات بگم، بعد چند مدت وقتی میری دنده‌ای میرونی، اونم مسافت دور، مثلا یه ماشین دنده‌ای آوردم 6 دنده بود، میذاری دنده 6 میای میرسی به یه جا، حالا با ترمز کنی قشنگ این پاتو گذاشتی اینور، بعضی‌ها که پاشونو میذارن بالا رو صندلی، بعد ترمز میزنی، ترمز زدم دیدم یه چیزی گفت تق تق تق، 3 تا 4 تا ماشین مثل که زدن پشت ماشین من، اصلا هیچ که به من نزده بود. یادم رفته بود کلاچو بگیرم یا دنده رو خلاص کنم، این ماشینی بیچاره شروع کرده بود اینجوری، انقدر هم خندیدم هم از دست خودم عصبانی شده. خب خیلی ممنون، همین خوبه که اشکالاتو بپذیرید، به اون کسایی که میتونید منتقل کنید و به اونام بگید حالا جواب شما چیه. اگر هممون ایراد بگیریم اشکال بگیریم خوب میشه. خب شیوه عجیب گوشی قاپی در تهران، این دیگه قاپیدن نیست آقای شاهین خان، اون کسی هم که اینو گذاشته، اتفاق گزارش مال رادیو تلویزیونه، الان برید مردمریپورت.com نگاه کنید، گذاشتم اینو، بذارید بهتون نشون بدم. من میام اینجا، آها اون کسی که پرسیده مردمریپورت.com مال شماست، اگه من بخوام بخرم از کجا مطمئن بشم؟ نه فقط برای این کار، برای همه کاری بهتون میگم دوستان، وقتی میخوان یه کاری انجام بدید، حالا این که پولی نیست چیزی نیست، ولی اگر معاملات بزرگ بود سعی کنید با یه شرکتایی که بهشون میگن تراست، یک بهشون میگن لا فرم، یعنی دفاتر حقوقی، اینا یه قسمتی دارن، مثلا آقای اکبری میخواد ماشینشو به من بفروشه، من میگم آقا مثلا این ماشین شما رو 20,000 یورو میخرم، این پول من میدم دست این وکیله، به وکیلم میگم این سندش که آورد پولو بهش بدین. یه فرد سومی این تراست، یعنی مثلا میگه I trust you، یعنی من قبولت دارم، باورت دارم، اطمینان میکنم بهت، این شرکت تراست برای اینه
که بعضیا برای مردن و اینا هم استفاده میکنن ازش. همین رئیس جمهور ناخلف قرار بود یه شرکتی درست کنه، بره به یه شرکت تراستی شرکتاشو بده که بعد بچه های ناخلفتر از خودش گذاشت، همین ترامپ چیز. ولی گند زده افتضاح، الان بانک ها و همه دنبالشن. این از این. بله، اون کسی که میخواد مثلا مردمریپورت.com رو بخره، وقتی توافق کردیم حالا یا یه دلار یا یه میلیون دلار، میریم به یه کسی که دوتامون قبولش داریم، میگه آقا این پولو میده، من منتقل میکنم، منتقل کردم، اون پولو به من بدید. حالا شما اینو داشته باش. حالا ببین جامعه ما ایرانی، یه آقای وکیلی که خیلی ها میگن نه وکیلم نبود، به دروغ میگفته وکیلم، توی تلویزیون های ایرانی هم برنامه میذاشته برای مردم که براتون مهاجرت میگیرم، سوشال سکیوریتی میگیرم، فلان اینا، یه مشتی پولی از مردم گرفته، 800 هزار دلار بده تو برات ویزا بگیرم. آقا خب این پولا رو من به چه حساب به شما بدم؟ نگران نباش، میذاریش تو تراست کمپانی. تراست کمپانی مال کی بوده؟ مال خودش و زنش. میذارن اونجا، بعدم فلنگ و بسته و رفته. اینم ماجرای بعضی از ایرانی ها که از هم دیگه اینستون. ولی برگردیم به ماجرای مردمریپورت.com و من اینجا براتون بنویسم مردمریپورت.com. الان هم وقتی میزنم اینجا اول مردم ریپورت میاد، ولی ممکنه شما جایی که هستید مردم ریپورت داد نت بیاد، چون اون الان بازدید کنندهش بیشتر از چیز هست. خب این بله اینجا میزنیم و اینم آمد و بخش هی باز میپره اون ور. در هر صورت یه دبلیو دبلیو هم بزنیم جلوش که خیالمون راحت بشه. خیلی ها این گوگل و اینا دیگه اختیار رو از من و شما گرفته، شما هر چی میزنی اونی که پول داده بهش برای تبلیغ اونو میاره به فشار میکنتش تو صورت شما. بله اوکی، پرژن میدیا نیوز، ببینید این صفحه کامرای سه، این مال ماست، مال منه. این اینجا بذارید بزرگترش کنم بهتون نشون بدم تمام صفحه رو. سلکت ایریا، از اینجا مردم ریپورت دات کام تا اینجا کامرای سه. این ویدیویی که من اون روز فکر کنم جمعه بود، آره جمعه بود، که همش اشتباه میکردم فکر کردم شنبه. این کامرای سه، چرا این میپره؟ سب کن دیگه، اذیت میکنی ها. اوکی. ببین این، شما میتونید ویدیوهاتون مجانی اینجا قرار بدید. این الان ویدیو شاهین رو گذاشتم، نوشته شیوه عجیب گوشی قاپی در تهران. این قاپیدن نیست، این دزدی گوشی هست. اون گوشی قاپی، اونی که با موتورسیکلت میاد میزنه میره یا میدوه جوون میپره میره، اون قاپیدن با دزدیدن فهم کنه. این یک کلکیه که طرف، برید نگاه کنید مردمریپورت.com. این یکی، این هم که من داشتم رانندگی میکردم و فیلم گرفتم، اینم آقای چیز گفته بود به اصطلاح آقای خسرو بهرامی به من گفت سوربی تو همش میگی من این ور بودم اون ور بودم، یه فیلم اینجوری بگیر. و گفتم آقا مشکلش اینه که اون وقت من مثلا توی مسافرت دارم به این زنگ میزنم به اون زنگ میزنم، هی مجبورم اونا رو سکریفایس کنم، از اونها بگذرم، صحبت نکنم. من این آزادی این شغل رو برای این دوست دارم که از اینجا که راه میفتم به چند تا از دوستام زنگ میزنم، صحبت میکنم، با فامیلم در تماس هستم و الی آخر. حالا یه چیز دیگه من میگم، شماها که اینقدر به دیگران میگید این کارو بکن خوب پول در میاری، اون کارو بکن پول در میاری، چرا خودتون انجام نمیدید؟ اگه دلیلتون اینه که من تنبلم نمیخوام یاد بگیرم، من خیلی ساده بهتون یاد میدم. بارها هم گفتم اصلا شما لازم نیست چیزی یاد بگیرید، شما برو توی یوتیوب بزن سه تا آپشن، بزن ریکورد، بعدش هم بزن اپلود، یا بزن لایو، همینجوری بذارش جلو ماشینت فیلم برداری کن. فقط یه چیزی میخوای، یه چیزایی که میفروشن برای به اصطلاح این که تلفنتون رو نگه داره. این نه، حالا این برای چیز من اینو بزنم. بله
یه چیزایی مثلا اینجوری میگیرن جلو داشبورد میذارن میزنی یعنی نخوای حالا دستت اینجوری کنی تصادف کنه و اینا، قشنگ اینو نصب کن بزنه فرو. من حاضرم هر کسی میخواد مجانی یادش بدم توی 5 دقیقه 10 دقیقه با اسکایپ یا با فیسبوک. خلاص اون فیلم رو هم برید ببینید. میگه من بچه‌ام ماشیناشون دنده‌ای هست، دست من نمیدن، میگن تو دنده‌ای بلد نیستی خرابش میکنی. اتفاقا ایرانیا تو ماشینای دنده‌ای خیلی خوبن و دو نوع هم داشتیم، یک کسایی که میخواستن اسپورتی رانندگی کنن پیکان جوانانی، یه عده‌ای که از ترس بنزین معروف بود بهش گفتن دنده مرده، راننده تاکسی این کارو میکردن، دنده ها رو خیلی زود عوض میکردن و بهش میگفتن دنده مرده. این از این. گاو نر ما هم اینجا انتخاب شد سه‌شنبه‌ای که گذشت 2 نوامبر. این پتیک برای من نوشت که خب گاورنرتون هم انتخاب شد. گفتم گاورنر چیه؟ گفت گاورنر. گفتم من برای اولین بار شنیدم گاورنر یا فرماندار، بعضی هم میگن استاندار، شما میگی گاورنر. گفت منم اینجا از رادیو شنیدم و اینجوری. بله یک به اصطلاح مسابقه ای اینجا میگن نک تو نک، یعنی گردن به گردن هم جلو رفتن و جمهوری خواه ها برنده شدن و این رسمه. 13 انتخابات گذشته آمریکا تو ویرجینیا شما اگه بری نگاه کنی، هر وقت دموکرات بوده تو وایت هاوس ریپابلیکن انتخاب شده، هر وقت ریپابلیکن بوده دموکرات انتخاب شده و این خوبه، این بالانس میکنه، این بالانس میکنه که همش نشن دموکرات ها مملکت رو ببرن به طرف نمیدونم سوشالیسم و هیچکی کار نکنه و همه پول اینجوری باشه. یه دوستی داشتم تو کار رادیو بود، داریوش، الان یه مدتی ازش خبر ندارم، این میگه سوربی من وقتی کار میکنم در ماه فقط 100 یورو بیشتر میسازم، ولی صبح باید برم نهار باید بخورم کافی بخورم لباس و اینا باید بیشتر داشته باشم و افراد دیگه میگن برای چی برم نمیرم، ولی این دوست داشت بره کار کنه میگم میرم. این زندگی تو اروپا و اینا اینجوریه. البته وقتی خوب آخرش نگاه میکنی خودمونم یه بالانس ایجاد میکنه، بالانس ایجاد میکنه که یه عده ای که نمیخوان برای 100 دلار برن سر کار، اونای دیگه برن کار وجود داشته باشه برای اونها. خب پیام های دوست خوب ما اینجا، پیام های آقای اکبر خان رو پخش کردیم، آقای اکبر بوشهری. اینجا هم نوشتم احمد آزاد هم رفت، یادش گرامی، و بدون پرستو رفت. تو برنامه قبل از من دوستانی که از مجاهدین جدا شدن، آقای رزاقی نوشته بود اگه فردا این مریم قجر از رجوی جدا بشه، رجوی میگه این مریم قجر پرستویی بوده که آخوندا برای من فرستادن. این داستان پرستو و فرستادن پرستو هم دیگه از حد شوخی و افتضاح و اینها گذشته، اونم یه چیزی مثل همین خرسواری و قاطرسواری آخونداست. آخه شما چند بار این اشتباه رو انجام بدی، چند بار گندش بالا بیاد، بازم همچی کاری بکنی، دیگه حالا همشون صدات رو ضبط میکنن، صدای پرستو رو ضبط میکنن و الی آخر. و اما ماشین تبلیغات آقای مهدی مهران نژاد، من دنبال یه فرصتی هستم که با آقای مهران نژاد که هم 22 ساله توی منطقه ما بوده میشناسمش، هم همسایه ما هست، یه مصاحبه داشته باشم. کتاب ایشون خیلی کانتروورشاله، کانتروورشال یعنی بحث برانگیزه. یادم اولین سالی که من تو تلویزیون چیز بودم اینجا نوشتن سوربی is the most not one of the most. آقای عطابکی یادت باشه دلیلی که شما و به بهانی و اینها فکر میکردید من رقیبتونم اینه که خودتون یه چی کم داشتید، و الا من اصلا با شما رقابتی نداشتم، لازم نبود رقابتی داشته باشیم، کارامون فرق میکرد، ولی شماها حسودیتون میشد. اینجوری بود نوشت برای چیزا، برای برنامه های سوربی، سوربی is the most controversial Persian TV host، یعنی سوربی بحث برانگیزترین، که بعضی هم به من میگفتن بیل اورایلی، گفتم آقا این که از فوش خارمادر بدتره. آقای سوربی 20 ساعت توی کلاب هاوس سعید شاسوندی عضو مرکزیت سازمان عنوان کرد اگر مسعود رجوی در کوهستان هم حرف بزند من تشخیص میدم این ملعون زنده است 100%. نمیدونم
ببینید تفاوت زنده با مرده چیه. چرا میگن فیل زنده و مردش یه قیمته؟ برای که میرسه به اون قیمت آجش که الان دیگه اونم بی‌بها شد تو دنیا. خیلی هم خوب. چه فرقی داره که رجوی زنده باشه یا مرده باشه؟ اینجا میدونید که کسی رو که میخوان اعدام کنن اون روزای آخر میگن dead man walking، یعنی مرد مرده داره قدم میزنه. dead man walking. رجوی گیرم که الان زنده باشه، مثلا تو اردن باشه، ازش تعهد گرفتن حرف نزن. حالا این حرف میزنه چه کار میکنه؟ چه برنامه؟ بدبخت چهار تا جوونی که پول احتیاج دارن فریب میدن آقا برو رو این دیواره، اینو ببین، نیست اونام میان میگیرنش. آقایی که اینو میگیری شما بهش پول بدید این بره سر کار زندگیش، جا نگذارید برای نمیدونم سازمانای اینجوری الاحواز المجاهد بیان پول خرج کنن. آها برگردیم به این کتاب آقای، بله، فصل چهارم. ایشون نوشته افسانه کتابسوزی تیسفون. میدونید که ما ایرانی ها همش میگه آقا این کتاب ها رو عربا آتیش زدن، اگه آتیش نزده بودن الان این سوربی میبینی اینجوری بی سواده، این فیلسوف بود، این اصلا انشتین اصلا هیچ. حالا ایشون اینجا نوشته شایعه کتاب، ببینید اینجا نوشته افسانه، افسانه کتابسوزی. وقتی خوندم اینجا نوشته شایعه کتابسوزی. میخوام در این مورد صحبت کنم با ایشون. ایشون نوشته که چینی ها، هندی ها، مصری ها و یونانی ها هم ملل کهنی هستند، اما آنها هیچگاه هنگامی یاد کردن از گذشته خود آه سوزناک مانند برخی از ایران نمیکشند. اما این گروه از ایرانیان افسوس میخورند که ما تاریخ و فرهنگ غنی داشتیم، زبان پارسی داشتیم، خط پهلوی داشتیم، دین زرتشتی داشتیم، از کجا تا کجا قلمرو حکومت ما بود، اما عرب آمدند و همه چیز ما را نابود کردند. این مقدمات را میچینند تا آنچه کاسه و کوزه در عالم است بر سر عرب، ولی در حقیقت بر سر اسلام بشکنند. این عناصر بدون ذره انصاف و بدون هیچ گونه آگاهی تمام پیشرفت‌های غرب را مدیون غیر مسلمان بودن غربیان می‌دانند و تمام عقب ماندگی‌های ایران و خاورمیانه را هم به حساب مسلمان بودن منطقه می‌گذارند. عجیب آنکه مدعی معنویت هم بوده و سعی در پوشاندن اسلام ستیزی خود می‌کند که ناخودآگاه عرب ستیزی خود را هم برملا می‌سازند، غافل از اینکه هم عرب ستیزی و هم اسلام ستیزی به منافع ملی ایران صدمه میزند. در واقع این ستیز جویی ابزار ایران ستیزی میشود. من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هرچه کرد آن آشنا کرد. این گروه از ایرانیان مرتب صحبت از شایعه کتابسوزی تیسفون توسط اعراب میکنند، ولی کوچکترین صحبتی از آتش زدن واقعی انطاکیه یا انطاکیه توسط انوشیروان عادل نمی نمایند. در زمان جستین انوشیروان ملقب به دادگر پادشاه ایران، جستین انوشیروان ملقب به پادشاه ایران گشت و پیمان صلح جاویدان را نادیده گرفت، بر رومیان تاخت و به زودی سوریه را گرفته انطاکیه را آتش زد و آسیای صغیر را به باد یغما داد. دوستان اگه میخواین این کتاب رو تهیه کنید میتونید با آقای، یه شماره تلفن اینجاست، شماره تلفن آقای مهدی مهران نژاد نیست، ولی حتما ایشون روی وبسایت هم روی فیسبوک هم هست، ولی شماره ایران هست 98 اریا، پیش شماره کشور ایران هست 912، تلفن های همراه هست 750-97-78. اینم از این و این رو گذاشتن. اتفاقا اون روز یکم نق زدم، خب این کتابی که من دارم اینو برای چی میخوام، ولی برای اینکه به شماها بگم. آقای مهدی مهران نژاد، من از شما دعوت میکنم توی برنامه با هم باشین. این کلاب هاوس من فکر نمیکردم تا این روزا ادامه پیدا کنه، ولی متاسفانه میبینیم. اون دفعه آقای زمانیان مثلا میگه 8 ساعت 12 ساعت فائزه هاشمی میاد میشینه، اون میاد میشینه، اینا دستشویی نمیرن. الان شما از خودت سوال کن، آقای سعید شاهسوندی میگید 20 ساعت اومده اینجا، خب اگه اینا دستشویی میرن و میان بدونی که به مردم بگن، پس درست نیست کارشون.
به نظر من بهتره ماکسیموم اینا رو 2 ساعت 3 ساعت بذارن، با برنامه بذارن، ولی ما ایرانی ها همه چیز رو اونجوری که دلمون میخواد استفاده میکنیم یا حقیقتا سوء استفاده میکنیم. خب مقبره کوروش زرتشتی، کوروش زرتشتی بوده یا نبوده؟ اگه زرتشتی بوده دوستان، زرتشتی ها جنازه های مرده هاشون خاک نمی کنن، مقبره ندارن، میذاشتن بالای کوه، پرنده ها میمدن میخوردن و میرفتن. یکی بره داستان این پاسارگاد رو پیدا کنه، این چیه، این صندوقچه، این صندوق، اینا اون بالا چیه. بمانه فردوسی و فارسی به جای عربی. من هفته پیش با آقای کامران عطابکی صحبت کردم تلفنی و بهش گفتم من توی برنامه‌تم این دوستان تو، دوستان ما، هرچیه که دشمنای دوتامون هستن و شما باید عاقل باشی، بازیچه دست اینها نشید. فرستاده بودن برای من که شما عکس فردوسی رو گذاشتی، بعد میگه عکس فردوسی رو هم گذاشتم اینجا به کوری چشم سربی. آخه مرد عزیز خجالت نمیکشی همچی حرف میزنی؟ گفت حالا اونو ولش کن. گفتم چی رو ولش کن؟ گوز نیست که ولش کنی، باید حرف بزنی. شما که فردوسی رو انقدر دوست داری، عکسشو میذاری پشت سرت، بیا برای من تعریف کن فردوسی این شعرها رو از کجا آورد، چند تا کتاب شاهنامه دیگر رو این ورداش اقتباس کرد، شعرهاش رو یکی کرد، مرتب کرد، شد اون. بعد این شاهنامه رو ورداش برد دربار، بعدم پولش ندادن. حالا این شاهنامه چطور شد که بعد از 200-300 سال بعد از اسلامی که اومده بود تو ایران، آقا ایرانی اصلا زبان یاد نگرفت که، عربی یاد گرفت؟ بعدم برید نگاه کنید ببینید، حتی به انگلیسی بزنید، که این مسلمان ها چه صنعتی داشتن، نمیدونم اعراب چه نوشته هایی داشتن، خود رومی نه، کی بوده اینا همشون با عربی مینوشتن. اصلا یکی از چیزهای بزرگ این فرهنگ اعراب بوده. حالا اونم اونا هم یه مشتی ریختن به هم، همه چی رو داغون کردن. ولی ببینید وقتی کم آورد، مثل من الان نباشیم که کم آوردن بیام سراغ این آقای کردار هست. بذار ببینیم آقای کردار بفرمایید. سربی هستم رو برنامه زنده. آقا درود بر شما، روز یکشنبهتون بخیر. خوشحالم که جواب بدید. ممنونم. وقتتون زیاد نگیرم. بفرمایید. من میخوام ازت خواهش کنم، چون این مسئله زبان یه مقدار، مثلا من 5 دقیقه میخوام صحبت کنم اونجوری که برات پیغام بذارم، نمیشه. یعنی من یه چیزی میگم ممکنه یه جا من اشتباه بکنم، شما بخواید من یه چیزی رو بیاموزی، من که نیستم، شما هم یه طرف حرف بزنی. خب من الان ساکت میشم، شما بفهم. نه میخواستم خواهش کنم اگه میشه منو بگیری فردا، من 5 دقیقه بیام صحبت کنم همون چیزی که میخوام بگم. فردا که من برنامه ندارم. اما امروز بوده. آقا الان برنامه زنده است، من روی ایر دارم با شما صحبت میکنم. میگم اگر بیا عزیزم من این تلفنم بذارم، دوستان امیدوارم صدا خوب باشه. بفرمایید آقای مسعود کردار. ضمناً آقای اکبر، آقای بوشهری امروز یکی دو تا ایراد از صحبتهای شما گرفت، گفت دین فارسیه جمعش ادیان نمیشه، بعدم به شوخی گفت امیدوارم شما هم امشب بدون جوراب نخوابی، چون من هفته پیش شوخی کردم به ایشون گفتم حالا که اکبر آقا از ما قهر کرده من از امشب پای برهنه میخوابم. ایشون هم چون یه حالت طنزی داره به شما اینو گفته بود، بعدن برنامه رو نگاه کن اگه جوابی داری. دوستان عزیز من ساکت میشم، این شما و این هم آقای مسعود کردار. آقای مسعود کردار رو من در رابطه با یه شخص دیگه ای دوست دارم یه دفعه یکی دو ساعت، یعنی موهای همدیگه رو بکنیم، ولی ایشون در میره. حالا راجع به فردوسی من ساکت، شما بفهم. درود بر شما جناب صدی و بینندگان و شنوندگان عزیزتون. کسی هم من انتقاد داره، من فکر نمی کنم راجع به مسئله دین یا ادیان صحبت کرده باشد، چون دوست آقای اکبر آقا انتقادی داره. به هر حال بر هر کسی انتقاد حق طبیعیشه، اگر حرف درستی داره بندم همیشه دوست دارم بشنوم و یاد بگیرم، اینو قبلا عرض کرده باشم. اما راجع به مسئله که هفته پیش من عنوان کردم و اون زبان فارسی یا فارسی بود، این بود که شنیدم که در جمهوری اسلامی وزیر فرهنگ یه همچین بخشنامه رو اعلان کرده به دوائر دولتی که از این به بعد باید در دوائر دولتی همه به زبون فارسی صحبت کنند ولا غیر. حالا اینو درست باز نکرده
و خب خیلی هم میشه روش بحث کرد. به قول خود از مثالی که با هم صحبت میکردیم، اینا از این حرفا زیاد میزنن، کارشون دیر باشه دست به خیلی کارا میزنن. به عبارتی خیلی خلاصه که ببین، در راه هدف همیشه وسیله رو مباح دونسته و خواهند دونست. این هم درسته، حرف شما که با من میزدید ممکنه یک ترفندی باشه، فقط حرف بزنن، یه سوپاب اطمینانی باشه برای ملت ما که خوشحال بشیم از این حرفا. اما اگر تا اونجا که من خودم رو میشناسم، همیشه اصل رو بر براعت افراد میذارم، میگم آقای سعودی حتما این حرفی که زده راست گفته، مگر اینکه به من ثابت بشه با دلیل و سند ایشون دروغ گفته. پس بنابراین این رویه کار منه، رویه برداشت و اندیشه فکری من. من اساسو بر این گذاشتم که این حرف آقای وزیر فرهنگ دولت جمهوری اسلامی درست بوده، این بخشنامه که اگر درست باشه، بعد از درست بودنش درست قابل اجرا باشه و متعهدانه هاش وایستن که این درست عمل بشه، برای من محسود کردار به عنوان یک فرد از 85 میلیون باعث خرسندیه و فکر کردم که همه وطن پرست ها از این مسئله باید خوشحال بشن. حالا در این رابطه میخوام چند نکته رو اشاره کنم. یک، در خارج از کشور در این 30-40 سال اخیر من بارها و بارها از افرادی که خیلی دایره لیدری و سخنگویی و دانش علمیشون رو همیشه به رخ مردم میکشیدن در این تلویزیون ها، بارها شنیدم که یکی از زیبایی های کشور ما در ایران اون اینه که قوم های مختلفی داریم که همه این قوم ها به زبون های مختلف و گویش های مختلف صحبت میکنن و این یکی از زیبایی هاییست که ما در ایران داریم. من همیشه از این صحبت رنج میبردم. متأسفانه آدم نمیتونه وارد بحث بشه، بحث و تبادل نظر کنه، ببینیم کی راست میگه کی نادرست میگه، تا یک چیزی هموطنان یاد میگیرن. همیشه یه طرف گوش کردیم و حرص هم خوردیم، نتونستیم کاری بکنیم. چرا؟ من بارها گفتم اگر میخواهید یک کشوری رو تیکه پاره بکنید، که در عمل هم ما در دنیا دیدیم کشورهای دیگر که این کاری کردن، اولین چیزی که به راحتی میشه اون کشورها رو تیکه پاره کرد، اون زبونی که تاریخ اون کشورها رو ازش میگیریم. وقتی زبون چیزیه که یک ملت و زیر یه سختی به عنوان یک کشور ایران متحد همه رو با هم میتونه نگه داره. یعنی شما شیرازی که زبون تارسی هست مثلا، حالا فهم نزید بلند که بریم مثلا تبریز، خب شما ترکی بلد نیستی، آذری، حالا به قول امروزی آذری بلد نیست، آذری بیاد بره مثلا گیلان، زبون گیلانی بلد نیست، در نتیجه تو کشور خودش نمیتونه از هموطنان خودش بهره ببره. میخواد بیزینس بزنه، زبونش نمیدونه، میخواد بیاری بفهمونه این حرفی که تو میزنی من با تو همعقیدم، یه دو تا چایی بخورید تو قهوه خونه، دو تا راضی به تاریخمون صحبت کنیم، دو تا راضی به وضع موجود صحبت کنیم که چه بلایی داره سر ما میاد. تو وقتی نمیتونید زبون همدیگه رو بفهمید، یعنی از بخشی از امتیازات خودتون رو محروم میکنید و این ریشش در زبانه. اگر یک زبان باشه، این به اون معنا نیست که زبان دیگری رو نباید یاد گرفت، نه، این زبان کلید ورود به هر کشوریه، به هر فرهنگیه. شما برو زبان فرانسوی یاد بگیر، این بنفیته، برو آلمانی یاد بگیر، بنفیته، برو انگلیسی، همینجوری برو جلو، اینا بنفیته. امیدوارم هموطنان قاطی نکنن مسائل رو. نه، ما داخل کشور خودمون عرض کردم برای یک پارچه نگاه داشتن این سرزمین زیر یه سختی به نام کشور ایران، باید به زبون چند دین هزار ساله خودشون صحبت کنن، چون ما با اون زبونه که میتونیم به تاریخمون برگردیم. کتابا و کتابایی که اگرچه زیادم نداریم، همه رو یا آتیش دادن یا به آبها ریختن، ولی اون چی که مونده و اون چی که باقی مونده رو به الان میتونیم بریم مطالعه کنیم و به همدیگه انتقال بدیم و آگاه بشیم. در ضمن راجع به فردوسی صحبت شد، من راجع به فردوسی هم یه سخن بسیار کوتاهی دارم خدمت شما و شنوندگانتون عرض میکنم. من سالیان سال آقای سعودی که به یک مطلبی رسیدم با تمام این اندیشمندانی که تفحش کردن راجع به بلخص فردوسی و شاهنامه، یک نظر به خصوصی دارم که اونها هرگز به این مسئله توجه نکرد. من نمیخواد کسی رو نام ببرم تعریفشو بکنم، یا باید به نام هومر آبراهیمی برها با بندم دوستی دارن، حالا رابطه دوستی اون حجت بماند، فقط میخوام یه نقطه‌ای رو بیارم بالا اینا عرض بکنم خدمتتون. این آقای هومر آبراهیمیان میتونن حالا 90% درصد
به جرات میگم یکی از افرادی است که فردوسی رو بارها و بارها ظرف 40 سال خونده و دربارش 40 سال هر جا رفته تو تلویزیون ها، تو جشن ها، توی سخنرانی ها همیشه اینا رو تکرار کرده. یکی فردوسیه، یکی زرتشت گرامیه، یکی هم کوروشه. این ستا تخصص این آقا، یعنی اگه شما اگه برگردی به این آقا بگی آقا یه چیزی راجب خارج از اینا که به علم رفت داره، به سیاست رفت داره، به جهان بینی کشورهای دیگه رفت داره، ایشون نمیدونه. دلیلش هم عرض میکنم خدمتتون، چون سواد انگلیسی نداره، نمیتونه مطالعاتی بکنه از دیگر کشورها چیزی بفهمه، ولی در این ستا تخصص داره، ادام داره. و خب من به حق بگم در بین خیلی از ایرانی ها ایشون جلوتره، سلیس صحبت میکنه راجب این سه مسئله و بارها و بارها خونده، ولی 30 سال 40 سال داره تکرار میکنه. خب تکرار مکررات به هر حال ایشون رو در کار خودشون خیلی متوجه کرده. حالا بنده 10 سال پیش ایشون اومد بود خونه من، میمون بنده بود مثل چندین بار گذشته، و این توی ونکوور ما رو دعوت کردن جامعه زرتشتی به انجمن فردوسی که ایشونو بیار اونجا برای ما سخنرانی بکنه. ما رفتیم اونجا و یک عملیات زشتی انجام شده، یه مش آدمای عقده‌ای یه کارهای زشتی کردن که اون جلسه فردوسی به هم خورد و ما توسط دیگر دوستانمون دعوت شدیم شام با هومر، ایشونو بردیم خونه دوستانمون، در 20 نفر اونجا بودیم. من اون چیزی که تو دلم بود سالیان سال بهش اعتقاد داشتم ولی نمیتونستم به کسی بفهمونم، دیدم بهترین کسی که از شاهنامه دفاع میکنه خود هومره. در جمع 20 نفری خونه اون سرکار خانم دکتر رستمیان بودیم، به ایشون عرض کردم آقای هومر من یک نظر خاص راجع به شاهنامه فردوسی دارم. گفت بگو مسعود. گفتم ببین همه مردم تا به امروز فکر میکنن اونجا که فردوسی گفته بسی رنج بردم در این سال 30 عجم زنده کردم بدین فارسی، همه فکر میکنن که اینو به خاطر زبان فارسی رو در مقابل ترس از زبان عربی که جایگزین ما بشه این داستان رو ارائه کرده و این نوتیس رو خیلی مصرانه تو فردوسی تو شاهنامه فردوسی گنجونده. حال اینکه آقای هومر آبراهیمیان، من عقیدم بر اینه ایشون در زمان سلطان محمود غزنوی بوده، ایشون کسی بوده که زبان ترکی رو که وارد ایران کردن با قدرت پادشاهی و فلان و بیسارش میخواسته اینو جایگزین زبان فارسی به زور بکنه. فردوسی اینو حس کرد، فردوسی اینو اون زمان حس کرد، به عبارت قوی به خاطر زبان ترکی که حاکم بر کشور ما نشه، جایگزین فارسی نشه، این شعر رو گفت و در صفحات گوناگونی پاسداری از زبان فارسی رو یک اصل قرار داد. امروز که من با شما صحبت میکنم خوشبخته اون روز آقای هومر آبراهیمیان دیر بار نرم قبول نکرد، البته خود ایشون از تبار همدان، همدان هم میدونید که به زبون ترکی صحبت میکنه، از ایشان ترکی اونجا زیاد، به هر حال اون روز قبول نکرد و من دیدم بر سنگ میخ کوبیدنه، فعلا نمیخواستم شب نشینی رو خراب بکنم، کوتاه اومدم یکی نگفتم. سه روز پیش من تمام این کلیپ های آقای دکتر حسن عباسی رو همونطور که جلسه پیشم با شما صحبت کردم از ایشون دنبال کنم. من اعتقادم بر این که دشمن خونی من که حاضرم شارگش رو بزنم ممکنه یه های یه حرف درستم بزنه. من میگم انسان باید انسان سالمی باشه و حرف رو با حرف بسنجه، نه با سلیقه شخصی خودش. من با ایشون چون دشمنم، آقای صحبی هر چی گفت پس آقا معذرت میخوام اراجیف گفته، نه اینطوری نیست. آقای صحبی میتونه 100 تا اراجیف بگه ولی یه حرف درستم بزنه. حالا من حرف درست میخوام تایید کنم، ضمن این که میگم اون 100 تاش نادرسته. جمهوری اسلامی هم عرض کردم اون روزم تو نوار هفته پیش گذاشتم، منتها 15 دقیقه بعد شما پخش نکردی، فکر کردی که تکرار مکررات، تفسیری هم نداشتید شما. اونجا هم عرض کردم جمهوری اسلامی از نظر من جمهوری قتل و جنایت، آخوندها به بیش از حد تصور انسان کشتن، آدم کشتن، جوانای ما رو کشتن، پول و ثروت ملت ایران رو به یغما بردن. اما اگر یکی توی این سیستم اومده یه کار جالب کرده، یه حرف درست تاریخی زده و شاید بخواد به ملت ما خدمت بکنه، ما نباید اونو بذاریم بغل اونا، چشمونو ببندیم بگیم اینم زر زده. نه، شاید واقعا داره یه کسی خدمت میکنه. کما اینکه این آقای حسن عباسی از صد تا حرفی که من همه کلیپاشو به عنوان مثل یک دانشجوی دانشگاهش میشینم همه رو گوش میکنم، میبینم که یه بخشیش به خاطر اسلام گراییش، که البته اسلام هم اگه کسی گوش کنه ایشون چی میگه، میگه اسلام مثل یه کریستالی بوده، عربا
این اسلام آوردن، ما یه حباب کریستالی گذاشتیم روش و داخلش یه مروارید در آوردیم و اون مروارید مثلا آقای کردار ببخشید، شما چون اسم حسن عباسی رو آوردید اجازه بدید من برای دوستان توضیح بدم، چون دو تا حسن عباسی داریم. این دکتر حسن عباسی که میگید همینه که توی ایران صحبت میکنه و قبلا توی برنامه کنکاش بود. دوستان با اون دکتر عباسی که اسم خودش رو عوض کرده گذاشته اوستا و توی فرانسه فرق میکنن. ضمناً خب شما یک همفکر پیدا کردی. آقای اردشیر شیخی از ایران میگه بله، موضع‌گیری جناب فردوسی در سراسر شاهنامه در برابر تورانیان است و در مدح و ستایش به حق ایرانیان. خب پس این خوب شد. حالا یه سوالی میشه باز در مورد صحبت کنیم. ضمناً من با هومر آبرامیان حدود 7 هفته برنامه داشتم، امیدوارم هنوز برنامه ها روی یوتیوب موجود باشه. خود فلسفه که شما میگید اگر میخوان یه مملکتی رو تیک تیکه کنید، اختلاف زبان بندازید بین مردمش، آقای هومر آبرامیان الان وقتی صحبت میکنه مردم نصفی از حرفاشو نمیفهمن. یعنی این به خواسته خودش، نه دشمنی نه چیزی، یه حرفایی میزنه که باید یه کتاب توضیح هم همراهش باشه که من وقتی گفتم این یعنی اون، وقتی گفتم اون یعنی اون. و خود آقای هومر آبرامیان هم یه آدمیه که یه مدت هم با حقا میپرید و یه فیلمایی هم برای من فرستادن که اینا رو پخش کنید، گفتم من به هیچ عنوان پخش نمیکنم. هم مال حقا بود هم مال این بود، یه فرد سومی فیلم گرفته بود. من معمولا از این کارا به اصطلاح نمی کنم و دوست ندارم. من از شما ممنونم آقای کردار که این توضیح رو دادید. در رابطه با صحبتی که بین من و شما شد بعد از اون روز شنبه 4-5 روز پیش بود که من سر کار بودم، شما تماس گرفتید و با هم صحبت کردیم. بله این موضوعات هست، باید با صحبت کردن و توضیح دادن به اصطلاح حل و فصل بشه. حالا امیدوارم یه بارم تصمیم بگیرید درباره اون موضوعی که یکی دو سال شاید هم بیشتر مردم ایران رو مشغول کرده بود و سر کار گذاشته بود، یه بحثی بکنید، چون شما میشه بگم نفر اول بودید. اگه اون نفر اول الان وجود نداره یا رفته پنهان شده، بعد از اون شما نفر اول بودید. ضمناً من امروز به خانمی توضیح دادم که گفت خب راه حل شما چیه، گفتم باید یکی بیاد جلو و شما دیدید حتی دیوانه‌ای مثل حقا هم وقتی آمد جلو یه عده پشتش جمع شدن. حالا اگر ادامه نداد و رفت اون دیگه بحثی جدا بود. آقای کردار شما نظرتون درباره این جنبشایی که مثلا یه آقای جوانی جنبش 14 آبان، نمیدونم اون یکی دیگه سایان، اون یکی دیگه نمیدونم، نظرتون درباره اینا چیه؟ خیلی ها باور دارن خود اینا به دستور یا به تحریک آخونده هست برای اینکه مردم رو شناسایی کنن. حتی حقا روزی که گفته بود میام ایران یه عده شیرینی خرید و در رفتودن دم دانشگاه و میدون شهیاد و اینها و میگفتن که گرفتنشون تو دردسر افتادن اینها. ولی اینکه هر روز ما میبینیم یکی میاد یکی میگه 7 آبان، یکی میگه 9 آبان، یکی میگه 14 آبان، شما نظرتون چیه در این مورد جنبش های یک نفره که حتی دوستان و فامیلشون هم پشتشون نیستن؟ اگر اجازه بدید جناب سعودی، حتما یک دقیقه دیگه پرونده اون اصل مطلب رو می‌بندم، بعد میام قسمت دومی که شما سوال کردید. باشه عزیز، اجازه دارم؟ بله بفرمایید. بله عرض می‌کردم که این آقای حسن عباسی جهتی که بقیه بدونن یکی از تاپ ادوایزرهای ایرانن که بسیار بسیار در تمام دانشگاه‌های ایران ایشون سخنرانی می‌کنن، استاد دانشگاه هستن و نه تنها در یک مورد، ایشون در تمام امور نظامی، مذهبی، اقتصادی، پزشکی و علمهای گوناگون ایشون تفحص کردن با دانش بسیار بالا. میگه تا حالا مقدیما میگفتن مرد، من چون نمیخوام مرد و زن فرق داشته باشه، بگید تا فرد سخن، تا شخص، تا شخص سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. نه. این آقا وقتی لب به سخن باز میکنه هر انسان با خردی خیلی سریع متوجه میشه که ایشون کوهی از
اطلاعات های گوناگون رو در خود ذخیره داره. بدون رو دروسی اینو عرض میکنم، به منم هر کی بخواد وصله بچسبونه منو باکی نیست، من اون حرف درست میزنم. تنها ایرادی که داره ایشون ریشه مذهبی خودش رو حفظ کرده که اونو من نمیتونم بهش ایراد بگیرم. اون شخص خودشه، میتونه بودا بپرسته، میتونه اسلام بپرسته، میتونه هر چیزی دیگه بپرسته. من به اون مسائل علمی که به وطن من میتونه خیر برسونه رو باش کار دارم. و ایشون 80% همه صحبتاش بسیار بسیار مورد قبول من. و جالب اینجاست، تنها کسیه که در ایران هر جا میره تمام جمعیتی که دور ایشون میشینه جمعیت بین 20 سال تا 27-28 سالن، یعنی نیروی خالص جوونی که آینده سازان مملکت ما هستن. تمام اینا در خارج از کشور نتونستن 100 تا جوون دور خودشون تا به امروز 43 سال جمع بکنن که بتونن یک کار کوچیک از خودشون بدن بیرون. این باعث تعصب ما خارجی نشینانه. برای همین هم اینا دائما به این اپوزیسیون جن میزنن، چرا که ما اساسا اپوزیسیون نداشتیم. اون اپوزیسیونی که اونا دارن علیه صحبت میکنن همون چیزی بوده که ما هم توی این 43 سال به ظاهر با ایران که میجنگیدیم، با دولت ایران، با این اپوزیسیون هم مثل علیرضا نوری‌زاده ها و امثال اینا که بخوام صد تاشون رو بیارم بیا جلو تا برسون به این سلطنت و سلطنت طلبا و اینا، ما خودمون با اینا در افتادی بودیم. اینا اصلا از نظر ما هم اپوزیسیون نبودن، از نظر ما اینا بخشی از سیستم اونا بودن که پول میگرفتن داشتن کار اونا رو میکردن. بگذاریم، به هر حال من اون چیزی که واقعیت گفتم، زبان پارسی رو شما چه فردوسی رو دوست داشته باشید سلیقه خودتونه، بر من واجب نیست با شما جلب کنم. با هر کسی اعتقاد داره به عقاید فکری خودش آزاد و درست بیاندیشه و من نظر خودم رو فقط عرض میکنم. فردوسی برای من هموطن ایرانی بسیار کار بزرگی در 1100 سال پیش انجام داد و امروز الان اگر این آقای وزیر فرهنگ که برمیگرده میگه که زبون فقط زبون فارسی، چرا هموطنان شما فکر میکنید به خاطر زبون انگلیسیه که تو اداره ها صحبت میکنن؟ مسلما نیست. و یا زبون عربیه؟ مسلما نیست. حالا بهتون میگم چه زبونیه. اون چیزی که میخوام الان بگم چیزی که همین آقای حسن عباسی تو 3 روز پیش یه سخنرانی تو دانشگاه دانشجوها در اهواز سخنرانی کرده راجع به فردوسی، میگه که ما در ایران کتاب فردوسی رو بارها و بارها همکاران و دوستان ما رمزگشایی کردن و خودش شخصا میگه در اون زمان فردوسی به خاطر اینکه زبون ترکی که سلطان محمود غزنوی بر اون صحبت میکرد و میخواست اینو به زور وارد زبون ما بکنه و اونو بکنه زبون اصلی ترکی، رو از ترس این کار زبون پارسی رو پاس نگه داشت. امروز هم در دانشگاه در دوائر دولتی هموطنان دوست عزیز من جناب سرگی، اگر این آقا این حرف رو زده به خاطری که همون حس رو کرده که در تمام دوائر دولتی از 10 نفر ایشون اونجا کار میکنن 8 نفر دارن به زبون ترکی با هم صحبت میکنن. بپرسید از هموطنان داخل ایران، ایشون هم همون ترس 1100 سال پیش رو داشت. حالا ممکن آقای سرگی به من ناقص العقل ضعیف کوچیک بگه که دوست من خب اگه فردوسی تو 1100 سال نتونست و الان باز دارن همون میشن، خب پس شما چرا دارید زور میزنید؟ حق با شماست، ولی ما باید حرف درست رو بزنیم، کار درست رو بکنیم، برای نسل‌های آینده بذاریم. اگر تونستیم کاری بکنیم فباها، نتونستیم ما ادعایی نداریم، نه ادعای رهبریت داریم، نه ادعای فیلسوفی داریم، هیچ ادعایی نداریم. همون مثل خود شما ترجیح دادی این مدلی تلویزیون رو با مردم به راحتی صحبت بکنی. تلویزیون های کلاهبرداری دیگه هم هستن مثل شهرام و همایونا و هزار تا دیگه تلویزیون ها. حالا میرسم جواب اون سوالی که شما هم بنده کردید، حق با شماست. در از زمان جناب سوری، از زمان اون جنبش سبزها سال 88 به این بعد یک اتفاقی افتاد. ما اینجا در ونکوور یه تظاهراتی گذاشته بودن سبزها، من و خانومم و بچم همه اونو جمع میکردی 12 نفر نبودیم، رفتیم به مخالفت اینا که شما 2500 که اینجا جمع شدید همه تون به خرج جمهوری اسلامی اومدید اینجا و پرچم جمهوری اسلامی رو هم که با خودتون آوردید و شما خود همون جمهوری اسلامی هستید، حالا میخواین ادای ما رو درارید به اصطلاح جای ما اپوزیسیون حرف بزنید. خبرنگارا هم اومده بودن، همه ردیف اول برگشتن با صراحت گفتن آقا خیلی خوب شما 30 سال اپوزیسیون بودید،
حالا پیر شدید برید پی کارتون، حالا ما میخوایم اپوزیسیون بشیم. این یک سیستمی رو اینا ابداع کردن از اون تاریخ، یک نسلی رو آماده کردن در سنینای همه جوان بین 20 سال تا 30 سال اینا رو پخش کردن. خوشبختانه از طریق مجازی و این تلویزیونای اینترنتی روی گوگل و نمیدونم روی یوتیوب و اینا هزار تا تلویزیونای کوچیک زدن، هر کی هم یه نفر اومده دیگه از زن بگیرید تا اون یکی امید دانا تا آدمای اصلا دیگه که اصلا هیچ چیزی نمیدونن، هر کی برای خودشون به خودشون اجازه میده راجب هر چی صحبت بکنه. و اینا همه، من فقط یه جواب برای همه اینا دارم، چه خوب صحبت بکنن که شما دوست دارین به عنوان یه آدم ناسیونالیست حرفای خوب بشنوید، چه اونایی که اراجیت میدن، چه اونایی که راجب مبعث دینی دارن بحث میکنن تو این تلویزیونای کوچیک یوتیوبی، همه اینا یه هدف رو دنبال میکنن به دستور اربابش، و اون اینه که سر من شما یه هموطن ایرانی رو در خارج و طبیعتا اینا بعدش هم برمیگرده در ایران گرم کنن که اینا 43 سال رفتن مینیموم 45 سال دیگه برن. بس سلام، این نظر بنده است. من ممنونم، امیدوارم در برنامه های آینده هم با هم باشیم تا بیشتر صحبت کنیم در مورد مسائل و موارد دیگه. خیلی ممنون آقای کردار که سپاس از شما گرامی و درود به شنوندگانتون که مزاحم وقتشون شدن، بینندگانتون همینطور، و امیدوارم ذره اپسیلونی مفید واقع بشن توی این عمر باقی مانده. خیلی ممنون شما. مرسی عزیزم، مرسی که تماس گرفتید. دوستان عذر میخوام، دوستان عزیز، با آقای مسعود کردار بودیم و امیدوارم بتونیم با ایشون یه برنامه یکی دو ساعته داشته باشیم تا در موردی که من مایل هستم ایشون بیاد برای شما توضیح بده که چیزایی رو که پشت پرده این جنبش ها نمیدونستید، یکی از اصلی ترین چیزایی که راه افتاده بود وقتی ایشون اومد، اسم اونم میگیم، با هم صحبت کن. خب یکی این که خطبه عقد فارسی، من یه چیزی به شما نشون میدم دوستان، شما ببینید این عکس رو میتونید اینجا ببینید یا نه. بله الحمدلله یه عکسی بالاخره درست شد اینجا، خطبه عقد فارسی پلیر 2. ما نتونستیم بفهمیم چرا از موقعی که این کامپیوتر جدید آوردیم وید بلاستر ما عکس ها رو اونجوری کج موج نشون میده. خب متن عقد عربی که هممون بلد نیستیم، نمیفهمید هیچ التحت و نمیدونم فلان و بیستار اینا بمانه، که فارسیش این بوده: در برابر بهای معینی که به من میدهی خود را در اختیار تو قرار میدهم. والا تا اونجایی که میخوندن اینجوری نبود، خانمه که نمیگفت، خانمه فقط یه بلهی میگفت. پس اقلا درست ترجمه کنید. یکی از اشکالات شما اینه، باید بگید آقای آخوند به نمایندگی از داماد یه چنین چیزی میگه، میگه در برابر بهای معینی که به تو میدهم خود را در اختیار من قرار بده، اون خانم هم یه مشتی ناز میکنن میگن رفته گل بچینه و فلان و اینها، بعد میاد میگه بله. حالا متن عقد ایرانی: داماد، به نام نامی یزدان تو را برگزیدم از میان همه خوبان برای زیستن با تو میان این گواهان، بر لب آرم این سخن با تو وفادار تو خواهم بود، هر لحظه و هر جا پذیرا می شوی. آیا عروس خانم میگه پذیرا می شوم مهر تو را از جان، همکنون باز می گویم میان انجمن با تو وفادار تو خواهم بود در هر لحظه و هر جا. دوستان مشکل ما این نیست که به سلام بگیم درود، به خداحافظی بگیم بدرود، به عکس بگیم فرتور، به نمیدونم بعد از ظهر بگیم نیم شامان نیمگاهان. مشکل ما فرهنگ خرابه، باید یکی اونو درست کنه. و الا الان تو ایران که دیگه میگن اصلا با هم عقد و مقد چیه، دارن همینجوری با هم زندگی میکنن، و تازه شما نشستی اینقدر زور زدی در این حاضر جمع حاضر به تو میگویم نیناش نیناش ناش، اونم میگه منم هستم ناناش ناش. آقا ولمون کنید، خجالت بکشید به خدا. اوکی این از این. خب خوشحالم که آقای کردارم این برنامه به اصطلاح جنبش های نفر و اینها رو گفتن. حالا من اینو برای شما بیارم، عکس رو بزنیم اینجا ببینیم
نه ببین الان یه عکس رو یه عکس دیگه آوردم گذاشتم، ببینید چه جوری میشه. ولی من حالا عکس حقیقیشو اینجا بهتون نشون میدم با کامرای دو که معمولا مال مهمان هست. حالا امروز ما مهمان نداریم، میایم سلکت ایریا. بله این کارتونایی هست که تو ایران یا کاریکاتور چی میگن، کاریکاتور اینجا میگن آدم فیلم انیمیشن اینها، میگه ظاهرا تنها چیزی که تو دنیا، این خیلی قشنگ بود، ظاهرا تنها چیزی که تو دنیا عادلانه تقسیم شده عقله، چون هیچ کس اعتراض نمیکنه که بگه عقل من کمه یا خدا به من کم عقل داده. البته ما گاهن این کار کردیم، انجام دادیم. خب این ماجرای عقل و یه چیزی بالاخره مساوی پرداخت شد. دوستمون که برنامه های عقل بشر رو میذاشت یک فیلمی فرستاده از بحرین. میدونید که حالا ما نمیدونیم بگیم الاغ سفید یا بگیم خر سفید، بحرین خیلی معروفه. این فیلم رو با هم نگاه کنید. این نمایش زیبایی الاغ یا خرهای سفید بحرینه که حالا بعدن باید ببینیم اینا بوتاکس موتاکس زدن یا نه. ممنونم از این دوستمون، خوشحالم که هنوز بیننده برنامه هستن. امیدوارم یه زمانی باز تصمیم بگیرن اون برنامه ها رو درست کنن تا ما هم پخش کنیم. گفتار عقل بشر. بعضی از دوستان دلخور میشن وقتی چند تا برنامه میذارن شما بیننده ها ریسپاند نمیکنید، یعنی چی؟ یعنی تماس نمیگیرید، تشکر نمیکنید، از این ماجراها. خب من توی برنامه ای اسم یه نفر رو بردم در رابطه با بنی صدر و این ماجرای پولی که همه فکر میکنن کارتر به خمینی پول داده بود اینها، و من خودم شخصا در دیداری که چند سال پیش داشتم از آقای بنی صدر پرسیدم. آقای بنی صدر گفت سوربی اصلا همچین چیزی نبوده و این چیزی نیست که ما به عنوان دولت ایران بتونیم پنهان کنیم یا دولت آمریکا بتونه پنهان کنه که 130 میلیون دلار داده باشن اینها. و اینجوری میگه که هان یه دوستی گفت آقا اون چیزی که شما میگفتی جورابچی و فلان دستمال چی بوده. من امروز که برام اینو فرستاد خندم گرفت، گفتم خب واقعا هم دستمال به دست بوده. حاج کریم دستمالچی بازاری ثروتمند تهرانی و از اعضای جبهه ملی ایران، وی قبل از انقلاب منظری برای آیت الله خمینی در پاریس خریداری کرده بود تا در صورتی که اقامت امام طولانی تر شود در آنجا زندگی کند. در سال 1357 زمانی که قرار بود هواپیمای خمینی به سمت ایران پرواز کند، به دلیل تهدید نیروهای هوایی شاهنشاهی ایران، ببین هنوز نمیگن ارتش ایران، شاه اشتباهی کرد، به جای ارتش ملی گذاشت شاهنشاهی. اینام ول نمیکنن که بگن آقا این غلط بود. اون بدبختم گفت من به تاج و تخت شاه قسم خوردم. تو که نباید به تاج و تخت شاه قسم بخوری، باید به مردم ایران و به کشور ایران سوگند یاد کنی. بمانه. خلاصه میگه که وقتی که هواپیمای ارتش ایران برای ساقط کردن هواپیمای خمینی، هیچ شرکت بیمه‌ای در جهان حاضر به بیمه کردن هواپیمای وی نمیشد، کریم دستمالچی به شرکت ایر فرانس رفت و هواپیمای حامل خمینی و تمامی سرنشینان آن را با یک چک شخصی برای سفر به ایران بیمه کرد. عاقبت ببینید این قسمت اشکال داره. آخه یه چک میدی میگن چی؟ اگه این بمب زدن منفجر کردن این چک چند بوده که هواپیما پول هواپیما رو داده؟ خلبانا چی میشن؟ آیا خلبانا هم خبر داشته؟ خدمه فرانسوی چی میشه؟ اینا اون قسمتی که شما با وسط خطوط رو بخونید. خب میگه که کریم دستمالچی به شرکت ایر فرانس رفت و یه چک داد و اینها. حالا این قسمتش جالبه. آقای بنی صدر هم همینه گفت، گفت اینا وقتی میمدن پول میذاشتن اونجا، اون موقع واحد پول فرانسه فرانک بود، گفت میمد اون 400 هزار فرانک میذاشت، اون 40 هزار فرانک میذاشت، گفت خمینی هی به ما میگفت به اینا بگین توجیه کنین، شیر
فهم کنید که با این پول دادن معنیش این نیست که یه مقامی من به شما میدم. عاقبت حاج کریم دستمالچی در تاریخ 22 تیر ماه 1360 به اتهام توطئه علیه نظام اعدام شد. اینم میگفت چی؟ دوستی با گرگ و اینها وقتی گشنش میشه میخورته. یه آقایی به نام بهرام آذری نوشته ترجمه غلط علامت سوال، خود را در اختیار تو قرار میدهم. کجاست؟ آخر آقای آذری دوست عزیز ما، شما خودت اینو بخون بعد خودت بذار خودتو جای من. من اینجا نشستم با آقای کردار صحبت کردم، پیام آقای اکبری رو گذاشتم، ترجمه عقد ایران خوندم و اینها، حالا شما یه دفعه اومدی انگار که برای هر کلمه میخوان ازت $1-2 پول بگیرن. نوشتی ترجمه غلط علامت سوال، این جمله شما فعل فاعل مفعولش نداره، مفعول کیه فاعل کیه چه فعلی انجام شده. اوکی. خط دومش، خود را در اختیار تو قرار میدهم کجاست؟ من نمیدونم راجع به چی داری حرف میزنی. اوکی. سوربی جان، اینها هنوز نمیدانن زبان وسیله انتقال فرهنگ است و وقتی سمبول اینا سبا تبار شاعرمون نویسندمون برنامه گذارمون نوشته، سوربی جان اینها هنوز نمیدانن زبان وسیله انتقال فرهنگ است و وقتی سمبول فرهنگی ما کوروش و شاعران مداح شاهان ستمگر باشه، خب معلومه که وضع ما خیلی خرابه. محققین خارجی به بت کردن و پرستش کوروش توسط ما به ما میخندن و اینها هنوز متوجه نشدن پشت این گرایش کوروشی و شاهنشاهی و جشنهای تخت جمشید یک فریب سیاسی و جنگ بین شاه و شیخ بود. آفرین آقای سبا تبا، من بدون بیننده های مثل شما چه خاکی بر سرم کنم. آقای زمانیان میگه این آقای دستمالی فقط هزینه هواپیما را داد و ارتباطی با بیمه نشنیدم. آقای سبا تبار باز نشته این شاولایا. حالا بذارید راجع به هواپیمایی براتون بگم. آقای قطبزاده میدونید که خب حالا جیگولو بود دیگه و این حتی یه توی یکی از تو برنامهاش توضیح میده که با مهموندارا و خدمه و اونایی که تو دفتر هواپیمایی کار میکردن رابطه های عاشقانه داشته و هر از گاهی از این بیچاره ها بدونی که بدونن سوء استفاده هایی میکرده که اصلا شغل اینا رو به خطر میندازه. اون قسمت ممکنه درست باشه و الا این که آقای دستمالچی یا دستمالی بره پول هواپیما رو بده، خب یه هواپیمای خصوص یه هواپیما اجاره میکنن میرن، میگه آقا مثلا 300 نفر 200 نفر 200,000 دلار 200,000 دلار میده، این میشه. ولی هواپیما باید بیمه بشه که بره. شرکت بیمه هم میگن اون موقع اینجوری بوده، البته بعد خیلی ها میگن بختیار تضمین داده بوده که ما نمیزنیم. خیلی ماجرا هست که تو تاریخ به این سادگی نمیشه، اونم یه آدم ساده و نمیدونم کم دانشی مثل من بیاد اینو توضیح بده. دوستان، سیروس آموزگار وزیر اطلاعات دولت 37 روزه بختیار هم درگذشت. سیروس آموزگار رو خیلی ها اشتباه میکنن با جمشید آموزگار، با برادر جمشید آموزگار. این سیروس آموزگار فکر کنم از شمال ایران بود، فکر کنم ترک و اینا بود. جمشید آموزگار بچه استعبونات فارس بود. کسایی که الان جاده استعبونات و اینا رو میرن میدونن نیریزیا یا نیریزیا خیلی دلشون خونه از دست این جمشید آموزگار، چون جاده رو تغییر داد به خاطر استعبونات و الان شما وقتی از شیراز میخوای بری بندر عباس از استعبانات باید رد بشی، ولی نیریز رو انداختن اون و اون. کسی که یه مدت دوست همسر یا شده بوده دوست پسر چی آدم بگه زن رضا پهلوی، پسر سیروس آموزگار نبود، پسر برادر جمشید آموزگار بود تا اینجایی که من میدونم و آقای فرامرز دادرس گفته. خب دوستان، اگر امروز یه نفر بیاد به شما بگه من میخوام با شما شرط بندی کنم، بهترین دوستت کیه و بیایم یه بازی کنیم، مثلا زنگ بزنیم، شما مثلا میگی محسن،
بعد میگه خب من زنگ میزنم میگم سوربی افتاده اینجا، آقا محسن بلند شو بیا، یا سوربی زندانه نمیدونم احتیاج به پول داره، امتحانشون میکنیم. شما به نظرتون دوست، بهترین دوستتون کی هست که میتونید روش حساب کنید؟ تلفن بزنی هر جا باشه گفتن آب دستت نخور بذار زمین بیاد، این کار انجام میده. یه شرط بندی انجام میشه و اون آقایی که میگه بهترین دوست من مادر منه، اون برنده میشه، اونای دیگه همش بی خود. این یک. خب اینجا بنویسیم شرط بندی دو هنرمند سر رفیق خوب، بیا زنگ بزنیم، اون یکی گفت مادره. و اما یه فیلمی بود تو ایران 50 سال پیش، داداش بزرگ من رفته بود دیده بود، به نام عرابه خدایان، خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود ولی من هیچ وقت نگاه نکردم و اینا، تا چند سال پیش نگاه کردم، کپیشم خیلی خوب نبود و چیزی هم نفهمیدم. ولی الان یه فیلمی رو من هفته پیش گذاشتم که گفتم شاید بهتر باشه به جای خدا بگیم خدایگان یا خدا خداها. آقای احمدعلی مسعود انصاری نوشت نه، حتی آقای فلانی هم گفته که خدا یکیست و دو نیست. گفتم آقا جون، خب اونم مثل منی که میگم اشهد ان لا اله الا الله، آخه یکی بگه آخه سوربی تو کجا بودی که میخوای شهادت بدی این خدا همون خداه، تو کجا بودی که میخوای شهادت بدی این رسول رسول پیغمبر خداست، یا این حضرت علی ولی فلان، برو آقا دنبال کار، بگو نمیدونم به من اینو گفتن. آقای احمدعلی مسعود انصاری هم اونجا وقتی نوشته حتی فلان پیغمبرم گفته، خب شاید یکی به اون غلط گفته باشه، اینو شما چجوری ضمانت میکنی؟ آقای مسعود احمدعلی مسعود انصاری هم خیلی وقت هست که با ما به اصطلاح برنامه نداشته، اگه دوست داشتن میتونن برنامه داشته باشن. برید بر عرابه خدایان رو نگاه کنید و به انگلیسی هم بهش میگن Chariot of God. این چریات همون عرابه ها یا گالسکایی بود که توی زمان جنگ دیده بودید، مثلا تو فیلم بنهور اینا میدویدن بغل هم، یعنی میتاختن بغل هم، حتی بعد داخلش چی درست کرده بودن میزدن هم دیگر رو داغون میکردن. عرابه خدایان Chariots of God. و یه فیلمی هم هست The Fifth Kind، یعنی نوع پنجم. این نوع پنجم حرفایی که میزنه یکم باید فکر کنید، ولی خودتون رو خیلی تو اون دستانداز تو اون راه نندازید، چون اصلا میبرتتون تو یک آسمان و توی میدونی، مثلا ایلان ماسک هست که میگه دیگه اینجا جای زندگی نیست، فقط باید بریم کره مریخ. اون از اونا صحبت میکنه، اون میگه این ایلینا یا این افراد به اصطلاح از کشورها چی میگه از کرات دیگه هستن، بین ما دارن زندگی میکنن و اونا حتی اگه شکلشون هم مثل ما نباشه انقدر پیشرفته بودن بلد شدن چجوری، خب خیلی ساده است با جراحی پلاستیک و فلان، نه خودشونو شبیه ما و خیلی از ما هم وقتی حقیقتا همدیگر رو میبینیم اصلا میگیم ما از کره مریخ اومده، حالا یا از زشتی یا از زیبایی یا از هندسان بودن خوشتی بودن. میگه گفت که سیروس آموزگار گفت من هیچ ارتباط فامیلی با جمشید آموزگار ندارم در برنامه آقای لیمونادی. شما هم کاملا درست میگی آقای زمانی. آقای زمانی شما چقدر همه این فیلم ها رو دیدی، ها هرچی من میگم شما راجع بهش صحبت میکنی، ولی تو رو خدا این خبرنگاره رو بگو هفته یه بار برای ما گزارش از ایران بفرسه. البته ازش خواهش میکنم اگه خوبی هست بفرسه، اشکال و بدی هم هست بفرسه. ما نمیخوایم مثل تلویزیون من و تو باشیم که طرف نشون بده آقا امروز رفتم تخم مرغ خریدم 6 تا شونه تخم مرغ میخره، بعد میگه ما پول نداریم. بابا اینجا ما یه جعبه 12 تایی میخریم، بعد تازه میگه این بزرگه 6 تا. این روزا هم که همه رژیم، من یکی نون نمیخوره یکی برنج نمیخوره فلان اینا. من یادمه تو آلمان یکی از محاسنش یخچالای کوچیک بود، حالا تو آمریکا یکی از معایبش همین یخچالای بزرگه. ما که یه یخچال دیگه هم میذاریم کنارش، یا تو آشپز یا توی گاراژ یا توی بیسمنت و اینها، اولا که جوونی میگیم برای آبجوه، که مثلا بهمون نگن یخچال پر آبجو شده، اونو جدا میکنه. بعد میبینیم حالا دو تا یخچال بزرگ پر میکنیم، چند نفریم؟ 2 نفریم. چند نفریم؟ 4 نفریم. آلمان شما روزانه میری بیرون سیبتو میگیری، پرتقالتو میگیری، موزتو میگیری، امیدوارم اونجا هم مثل اینجا خراب نشده باشه، کاسکو و اون مسا بود چی بود فروشگاه بزرگ داغونش نکرده باشن، که وقتی میریم دو تا گاری بار میزنیم میاریم
بعد تازه به این نتیجه هم رسیدیم که توی چیز خراب میشه. خب من امروز با پتیک یه برنامه ای راجع به برق 110 ولت و 220 ولت داشتم، براش تعریف کردم که چند مدت پیش آقای مهران نژاد یه پیام گذاشتن، احتمالا ایشون بیننده برنامه بوده یا همینجوری تصادفاً، ببینیم چجوریه. کردم امروز پای برنامه شما نشسته بودم، تلفن کردم متاسفانه نمی‌تونستم که مستقیما رفت روی پیامگیر. راجب کتاب من صحبت فرمودید، هفته پیشم از قضا من تلفن کردم دوباره رفته بود پیش روی پیامگیر. اگر خواستید صحبتی بکنید با کمال میل من یک شنبه دیگه در خدمتتون خواهم بود. لطف بفرمایید شما تلفن بکنید. خیلی ممنون، خدا نگهدار. چش بسیار ممنون. این شماره ما 202-695-2573 مستقیم میره رو پیامگیر، ولی از همین من میتونم با شما تماس بگیرم. حسنش اینه که اون وقت وقتی شما صحبت میکنید توی یک اسپیکر، یعنی توی یک بلنگوی بزرگ صداتون میاد، اینا مالا گیر کرده توی بزرگ اینجوری، وقت مثل آقای کردار صداتون از این بلنگوی تلفن نمیاد که من مجبور بشم بگیرمش نزدیک این، صدا طبیعی تره. آقای مهدی مهران نژاد، شما یه مدت برنامه های ورزشی و اینها، چون صداتون خیلی، چون شما به من گفتید تو رادیو هم موقع تماس میگرفتین، صداتون خیلی شبیه یه دوستی هست که برنامه های ورزشی و اینها حتی فکر کنم برای نشریه های اینجا هم مینوشت. در هر صورت چشم، حتما هفته آینده با شما تماس میگیرم. اگه امروزم زودتر پیامتون رو گرفته بودم این کار رو انجام میدادم، ولی امروز من برنامه زودتر شروع شده و میخوام سر 2 ساعت دیگه بیشتر نشه برم به کار و زندگی و نوه و اینها برسم. درستم ممنونم، خوشحالم که شما بیننده برنامه هستید، ولی اگه قرار شد من با شما مصاحبه کنم، من این کتابو میدونید یه روشی هست که خیلی سریع میخونی، میخونم سوالا رو میارم و منتظر سوالات و صندلی گرم باشید، یا وقت خدای نکرده بهتون بر نخوره، ناراحت نشید. این کتاب دوستان اسمش هست ماشین تبلیغات علیه انقلاب اسلامی ایران، پشتش توضیحی که نوشته، نوشته کتاب حاضر پژوهشی تاریخی سیاسی و اجتماعی درباره شناخت انقلاب اسلامی ایران و ریشه های عمیق تاریخ فرهنگی آن در میان مردمان سرزمین کهنسال ما میباشد. همزمان با شکل گیری انقلاب، ماشین تبلیغات دشمنان ایران نیز ناسازگاری خود را اعلام و ستیزه جویی با آن را آغاز کرد که روز به روز ابعاد وسیع‌تری هم مییابد. نظر به اینکه مؤلف در پژوهش خود با بیانی مستدل و قلمی شیوا این ارتباطات را نشان می‌دهد، خواندن این کتاب را به همه هموطنان توصیه می‌کنیم. این نوشته ناشر یا این قسمت نوشته شماست، چون کتاب‌ها معمولاً ناشر یه چیزی می‌نویسه. مثلا من یادم کتاب آقای حیدرعلی شهبازی رو وقتی که من آوردم معرفی کردم، ایشون مأمور محافظ شاه بود، خود ناشر نوشته بود که آقای شهبازی تو کتابش یه مقداری غلو کرده و گفته بود این معمولا از کسایی که مأمورای محافظ افراد مهم هستن بعید نیست این اتفاق میفته که مثلا یه نفر از یه جای 2 طبقه میپره پایین، مثلا اون آقا رو نجات بده، میگه توی ساختمون 6 طبقه بودیم پریدیم پایین، میگه اینا کلن یه ایگو یا یک غرور چیزی پیدا میکنه. خب بذارید ببینیم که آقای تبار گفته که این طرفداران زبان فارسی حتی به هرودوت که بزرگترین تاریخ نویس یونان است توهین میکنن و بعد از ساخته شدن فیلم تامریس که نشون میده جلوی کوروش ایستاد و چون کوروش شوهر و فرزند او را کشته بود، سر کوروش را در تشت خون قرار داد که نقاشی این کار در موزه پارسی است، پاریس یا پاریس هم هست، به کوروش گفت تو حالا از خون سیر شو. پیشنهاد میکنم فیلم را نگاه کنید. در ضمن من دارم روی کوروش تحقیق میکنم و تشابهات زیادی بین چنگیز و تیمور و اسکندر و هیتلر و سلطان محمود غزنوی بود. خب حالا آقای تبار، شما که میدونید من چقدر دوست دارم،
از اون طرف شما هم نمیتونی به حرفای هرودوت به اصطلاح استناد کنی. هرودوت تاریخ نویسی بوده که چی بوده؟ لابد با این یونانیا همراهشون بوده، اصلا یه سری میرفتن مینوشتن. اینایی هم که همراه میرفتن که نمیتونستن یه چیز خلاف بنویسن، تا خلاف بنویس این گردن اینو میزد میگفت دنباله داستان از فرد شب یه نفر دیگه بیاد بنویسه. اینه که تاریخ خیلی نباید توش خودمونو اسیر کنیم. آقا ما این هستیم که امروز هستیم، برای فردا میخوایم چیکار کنیم؟ هی من آنم که کوروش بود نمیدونم رفت آزاد کرد. آقا شما دیوانه باد باشی از ایران بلند شی بری بابل یه مشتی کلیمی رو که یه شاه دیگه اسیر کرده آزاد کنی برشون داری بیاری ایران، بعدم کشورتو به این روز بندازن که نمیدونم مردم سیزه به در به خاطر پوریم از شهر در برن. بیاین صحبت کنیم. مرسی مرسی مرسی. عکس خنده رو بنداز، عکس دستمالچی هم اینجا نوشتم نشون بده، نشون دادم، نوشتم عکس اسمایل یا خنده رو هم نشون بده. این یه جایی دیدم که توی فروشگاهی مردم که میخوان برن نمیتونن وارد بشن چون یه دوربینی گذاشتن اونجا. ببینید مثلا این عکس نگاه کنید، تو رو خدا این عکس رو دستگاه ما اینجوری نشون میده، در صورت که حالا همین عکسه اینه. کسی هست که اینقدر از کامپیوتر بدونه که بفهمه چرا؟ من فرمت های مختلف هم امتحان کردم، جی پیگ کوچیک، جی پیگ بزرگ، پی ان جی، همش همینه. میگه You must smile in order to enter this Denmark supermarket. میگه شما باید، این must کلمه قوی هست، باید بخندی تا بتونی تو این فروشگاه وارد بشی. و چند نفر میان لبخند نمیزنن اون در واز نمیشه. بعد یه نفر اونجا بهشون میگه که نگاه کن اینجا باید لبخند بزنی تا بری تو، و واقعا مؤثره وقتی لبخند بزنی. ما فکر میکنم ایرانی ها یکی از اخموترین کشورهای دنیا باشیم. به دخترها گفتن نخند، سبک، تنک، شوهر گیرت نمیاد. به مردا گفتن نخند، باید جذبه داشته باشی، جرب و عرضه داشته باشی، تشر بزن، شدیم ای. از 15-16 سالگی تو پیشونامون چروک میفته و الی آخر. خب یه بار دیگه برای اون کسی که راجع به مردم تیوی، مردم ریپورت دات کام سوال، ببین حالا این اکثر رو نشون میده، درست نشون میده، نگاه کنید پلیر دو، ببینید نمیدونم سایزشه چیه. خب دوستان من این قرار نبود خدا از بشر دفاع کنه، میگه حالا که شده بشر از خدا دفاع میکنه، قرآن گرفته دستش اونورم این چیه، تیشه که نیست، این تبره، نمیدونم تبره، آره با تبر. خب دیدید که اینا با تبر و چاقو اینا سر همه میبرن، گردن همه میبرن. اینم دو دستگی بیارم ببینم. آها این عکسی بود که آقای اکبری گذاشته بود، اون و خانما بدون روسری جلو دانشگاه وایسادن عکس گرفتن، پایینش 3 روز بعد این حاجی خانما با روسری و قبا و عبا و عمامه و فلان رفتن عکس گرفتن. آقای اکبری میگه هم اون هم این باعثش، یعنی باعث میشه که مردم فراموش کنن و این آقایی که جوونی که وایساده داره بهش، به اینا میگن بازیاب، زباله و فلان اینا میرن توش چیزایی که میشه ریسایکل کنین رو در میارن میفروشن. میگه همه اینها اینه که آدم ها رو از اینجا به اصطلاح حواسشون رو منصرف کنن. نگاه کن حالا این یه عکس دیگه باز مال یو اینه، بذارید من اینو بهت نشون بدم به این صورت که ما ویندوی 11 گذاشتیم رو این کامپیوترمون. از موقعی که ویندوی 11 گذاشتیم این عکس ها رو که نشون میدیم یه اشکالی به وجود میاد که اون اینه. ببینید من این عکس رو میخوام به شما نشون بدم، کامرای 3. ببینید این بالاش این چیزا رو میذاره، خب من نمیخوام، میخوام این عکس بدون این باشه، یا پایینش اینا رو میذاره، عکسای قبلی و اینا رو میذاره. میگه این بچه میشه گفت مردم جهانه، این خانم هم سازمان ملل حقوق بشره که اینو گرفته با خنده داره شنا یادش میده. این بیچاره افغانستانیا هستن که داره تو این استخر غرق میشه. جالبتر اینه که ایرانو برده این پایینتر
و میگه که ایران اینه، یعنی یه اسکلتی که رو صندلی نشسته رفته زیر آب، ولی هر کی این عکس درست کرده کج سلیقه بوده، خب این ایران رو بغلش میذاشتی که این کامل پیدا باشه. در صورت من توضیح میدم دیگه، این خانمه میگه سازمان ملل و حقوق بشره، این مردم جهان، اینم افغانستان که در حال غرق شدنه و ایران غرق شده و رفته پایین و آردی یا در حال حاضر اسکلت شده. دوستان عزیز، ساعت 3:54 به وقت نیویورک شرق آمریکاست. دقیقی که من میگم نیویورک، با وجودی که ما واشنگتن هستیم، اینه که واشنگتن دو تا داریم، یکی واشنگتن دی سی، یکی واشنگتن سیاتل. اینا 3 ساعت با هم اختلاف زمان دارن، ولی نیویورک یه دونه هست. نیویورک شرق آمریکاست، میتونم بگم نزدیکترین قسمت به اروپا. یادم اون وقتا گوگل اولش که اومده بود میزدیم چگونه از اینجا بریم مثلا آلمان یا ایتالیا، میگفت 4 ساعت رانندگی کنید تا نیویورک، بعد از نیویورک شنا کنید 3000 مایل برید تا ایتالیا یا تا اروپا یا هر جایی که میخوام برید. گوگل هم همیشه گوگل نبوده، این اشکالاتو داشته، یکی یکی اشکالاتشو رفع کردن. ببینم این عکسه چیه. آها، این همی بود که با تیشه و کلنگ و اینا رو من پاک کنم، یعنی بهتون نشون دادم، یو ان هم پاک کنم و از شما خداحافظی کنم. مثل همین، آها، اینم یه افغانی، این چیزایی که شما تو فیس ببین، اصلا یه عکس اومد درست شد، واقعا اجوری آدم دیوونه میکنه. مقام های ایران به گفتن حکومت فراگیر در افغانستان تشکیل شود. میگه طالبان گفته اگر حکومت فراگیر خوب است چرا خودتان در ایران تشکیل نمیدهید. من فکر نمی کنم این طالبان همچین چیزی گفته باشه، چون طالبان الان با همه کشورها میخواد از در دوستی، مخصوصا ایران همسایهشون، کسی که چندین بار ویزیت داشتن اینها. میگه میگوین مرد خوب اونی هست که با کون در باز کنه، البته با پوزش. چجوری؟ حالا اتفاقا بهتون بگم، جدیدن توی دستشویی‌های عمومی که میری تو رستوران و اینها، یه عکسی کشیده که با دستتون باز نکنید درو، با آسینتون اون بالای در یه چیزی گذاشتن اینجوری، یا پایین در کفشتون رو میذارید یه چیزی اینجوری گذاشتن، کفشتون رو این قلاب میشه میفته، اون پایینی یکم خطرناکه. اگه کسی اینو که باز میکنه به موقع دستشو به در نگیره و اینا خطرناکه، ولی این بالایی به جای دست بزنید به اون آهن، با اون بالاش جای مچ، جای اینجا رو چی میگن؟ مچ میندازیم، آره اینجا. و نمیدونم اصلا ما اگه تونستیم به این 5 تا بیننده که داریم التماس کنیم، یادشون بدیم و بهشون بگیم تلگرافی ننویسیم، وقتی یه چیزی می‌نویسین یه کلمه اضافه‌تر بنویسین که من بفهمم شما درباره چی داری میگی. الان تو مغز من آقای زمانیان همه این کاغذ رو که خوندم یکی یکی و حرف زدم همش داره میچرخه، هیچی هنوزم راجع به 220 ولت صحبت نکردم. اینم حالا میاد میگویند آرنج، آره آرنج درست میگی، باری کرده مچ اینه، آفرین. من وقتا یه پسرمه داشتیم رو من شرط بندی میکرد، میرفتیم مچ مینداختیم، البته کجا میرفتیم؟ مدرسه همایون اینا، ببخشید اینجوری میگم، یک کمی ما میگفتیم اینا سوسولن چیزن، مدرسه ملی بود که اشتباه، مدرسه خصوصی بود مال آقای رعنایی، میرفتیم اونجا این پول میگرفت شرط بندی میکرد، اونم یک تخم جنیه. بله مچ مینداختیم، این مچ این آرنجه. مرسی مرسی مرسی. و یه بار دیگه میگوین مرد خوب اونی هست که فلان، من اینو نشنیدم، ولی حرفای آقای زمانی رو تا اونجایی گوش کنید که دوستان به مادر زن و اینها نمیرسه، اونجا که میرسه یه کمی خطرناکه. آقای زمانی هم این ذوق تلویزیون و حرف زدن و اینها رو داره، ولی نمیدونم چرا قشنگ 2-3 روزی یه بار یه فیلم کوتاه درست نمیکنه و بذاره روی یوتیوب، برای ما هم لینکشو بفرسته. دوستان توی ایران برق بود 220، بعد بین دو فاز 380، توی آمریکا برق هست 110، بین دو فاز 220. بعضیا تو خونه شون وقتی یه وسایل
برقی 220 دارن میرن یه ترانسفورمر انقدی هم میخرن که خود اون ترانسفورمر هم گرونه، هم برق تلف میکنه، هم گرما ایجاد میکنه، بعد یه مدتی هم شروع میکنه ویز 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 این صفحه های اون ایش که چیز صدا میده. ما حتی یه دوستی هم گفت من اینقدر وسایل از فلان جا آوردم باید برم اینقدر هزار دلار ترانسفورمر بخرم. گفتم لازم نیست، شما میتونی تو خونت برق دیوی. گفت چجوری؟ گفتم همه خونه های آمریکا برق 220 داره، به شما دو فاز میدن و یه نول یه منفی. حالا شما از یه فاز و یه منفیش یه فاز و منفی استفاده میکنی و یه قسمت خونه از یه فاز و اون استفاده میتونی از دو فازش استفاده کنی، ولی به یه نفر 50 دلار 100 دلار بدین که براتون یه پلاگی درست کنه که 220 باشه. تو خونتون دوستان توی آمریکا برق 220 داری، اصلا اجاقای برقی با 220 کار میکنه، آبگرمکنای برقی با 220 کار میکنه و بی خود پولتون رو برای ترانسفورمر ندین. این ترانسفورمر هم ایرانی ها میگن ترانسفورمر، حالا نمیدونم اینجا مکس بهش میگیم کانورتر یه هم چیز. البته کانورتر فرق میکنه، کانورتر شما یه برق 12 بهش میدیم میکنه 110 برد از مستقیم هم میکنه متناوب. اینا بگذاریم، میگه که آقای اردشیر شیخی تو و این زمانی هم مگه من حریفتون میشم؟ میگه وقتی هم میخوایم مطلب رو برسونیم ایراد میگیری چرا طولانی مینویسی؟ خیلی خوشحالم که اینو گفتی. یه کاری کن که نه سیخ بسوزه نه کباب، نه تلگرافی بنویس که من نفهمم، نه طولانی بنویس که تکرار مکررات باشه یا چند تا موضوع قاطی باشه. در صورت ممنونم. ماجرای نه سیخ بسوزه نه کباب رو مگه سیخ میسوزه؟ اینو در موردش فکر کردین؟ فکر کنید، جوابش رو تو فیسبوک بفرستید برای من تا هفته دیگه روز یک شنبه بخونم. پس برق 220 رو هم توضیح دادم، داستان اختراع تلفن 220 ولت، در و درب و فلان اینها، خطبه عقد فارسی، اون دوست جدید اونم هر کی بود آمد نوشت کجای ترجمهش اینو گفته. گفتم آقا من که من دارم از روی چیزی میخونم، خوبه که عکسشم نشون میدم. دوستان خوب بد هر چی بود همین بود که دیدید. گفت به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. ولی من میگم که اگه بار گران بودیم و رفتیم، اگه نامهربان بودیم و رفتیم. میگه برای برق ایران هم میشه وسایل آمریکایی استفاده کرد. خانم الهه دانشزاده، اونجا شما وقت ترانسفورم میخواهد، یعنی چیزی که برق 220 رو بیاره رو 110. ما توی این کوی باغ ارم که نزدیک خوابگاه دانشجوها بود، استادای آمریکایی وقتی کارشون تموم میشد میخواستن برن، وسایلشون رو میفروختن و میرفتیم پتوی برقی میخریدیم، وسایل برقی میخریدیم، از این توستری های پنیر ها فلان میخریدیم. اون موقع بعضی هاشون خودشون اون چیزا رو هم داشتن میفروختن همراش. یه چیزی هست مثل روستا که میتونی برق رو تنظیم کنی، اون برای اونایی که یه مقدار بیشتر میدونن، ولی ساده ترینش برای شما چیزیه که برق 220 رو تبدیل کنه به 110. بله میشه چیزای اینو ببری، ولی یادتون باشه آمریکا به غیر از اینکه برقش 110ه، فرکانسش هم 60ه. اونایی که بچه جهرم هستن، اونایی که تو کار کشاورزی جهرم بودن میدونن، چون جهرم نیروگاهایی که گذاشته بودن آمریکایی بود، بعد که نیروگاه معمولی اومده بود، در یک ساعتی از شبان روز برای اونا برق با فرکانس 60 میفرستادن که موتورای چاه و آبشون درست کار کنه. فرکانس توی چیزای معمولی زیاد اثر نمیذاره، توی موتور اثر میذاره، موتورای برقی و توی دستگاه‌های صوتی. پس بنویسید به غیر از ولت، فرکانس رو هم در نظر بگیرید. مرسی که با ما بودید. بله اینم از این. با مبدل میشه، آقای شیخی میگه که تو ایران به اینا میگن مبدل. مبدل درسته، یعنی تبدیل میکنیم برق 220 رو به 110. و یادتون باشه این وسط یه مقداری برقم اون دستگاه مصرف میکنه، هرچی ترانسفورمره سیماش آلومینیوم باشه به جای مس و برنج و اینا، اون کمتر تلفات داره. اگه دیدید یه ترانسفورمری روشن میکنید، خود ترانسفورمر مثل بخاری گرم میشه، این یه سری برق شما رو داره تبدیل میکنه به حرارت، تلف میکنه. اونو باید
بدیش بره. خب دوستان عزیز مرسی، متشکرم، امیدوارم همین یه چیزی از همدیگه یاد بگیریم. من از شما یاد بگیرم، من از اکبر آقا یاد بگیرم، شما یه چیزی از دوستان یاد بگیرید تا یه برنامه جالبی بوده باشه و احساس خستگی نکنید. امروز هم ساعت فکر کنم رفتم رو 2.5 ساعت برنامه، حالا فردا هی نق میزنن میگن آقای صبحی ما 2.5 ساعت برنامه نگاه کردیم. خب نگاه نکن، به من چه، یا 3 قسمتش کن، 3 روز نگاه کن، به امید فردایی بهتر و آیندهی روشنتر. روز روزگار بر شما خوش. مرسی که با ما بودید.